بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز روز جمعه است، در ایران تعطیل، در کشورهای عربی هم تعطیل، ولی در آمریکا آخرین روز کاری هست و مردم همه منتظرن تا حقوقشون رو بگیرن و فردا و پس فردا برن پارک و جنگل و شکار و خرید، و خیلی ها هم برن خونه هاشون رو هی تعمیر کنن و درست کنن و یه چیزی اضافه کنن، یه چیزی کم کنن. و اینجا خیلی جالبه، صاحب خونه اولی همه خونه رو به سلیقه خودش عوض میکنه، اون که خریداره صاحب خونه بعدی میاد اون خونه رو میپسنده حقیقتا، ولی همون روزی که با همسرش آمده میپسنده اون خونه رو، توی فکر تعویزش هستن که آشپزخونه رو اینجوری میکنیم، اتاق خواب رو اینجوری میکنیم، این دیوار رو ور میداریم، اینجا دیوار میذاریم و الی آخر. و این شده که یکی از بیزینس های رایج این مملکت همین ساختمان و تعمیر و خرید وسایل ساختمانی است، و هر از چند سالی هم اونا هم زبلن، عوضش میکنن، رنگ یخچال ها رو عوض میکنن، بعد از زرد میشه نمیدونم مشکی دیگه. شما اگه زرد باشه یخچالتون تو خونه خوبم کار بکنه، جنسش خوبه ولی به نظرتون میاد بده، باید عوضش کن. اگه مشکی الان باشه باید عوضش کنین، رنگ استیل بگیرید و اینها. و اینها بالاخره بلدن، همونجوری که ماشینا رو با یک مهارت خاصی از اون 30-40 سال کار کردن و بعد شما تازه بدیش به بچه تو، اون بچه هم بده به بچهش، عوضش کردن با ماشینایی که حقیقتاً ماکزیموم 10 سال کار کنه. یعنی شما از 5 سال به بعد تو گوشتون میخونن که بیا عوض کن و ماشین بهتری سوار شو، چنین و چنان. میگن که درود بر جناب سربی پاک سرشت، نکن آقای مصباح، تو رو خدا اذیتمون نکن. این چه پاک سرشتیه که شما چند سال سربی رو میشناسی، سربی که به خاطر شما چه درد سرها کشید ولی حاضر نیستی $1 این تلویزیون رو حمایت کنی. خب این چه پاک سرشتی آقا، ای کاش بد سرشت بودیم ولی مثل اونای دیگه میتونستیم مردم رو گول بزنیم. امروز دیدم شهرام و همایون با آب و تاب از این سفر مصر صحبت میکرد، بعد میگفت که جناب دکتر، حالا به اون دکتر میگفت من رفتم اونجا دیدم این مترو ماله، گفتم ماله کیه، گفتن ماله 90 سال پیش. همون موقع این احمقا نمیگن ما 90 سال پیش چرا نداشتیم، چرا مصر داشت ما نداشتیم؟ مگه ما نمیگیم دو تا پهلوی چنین و چنان؟ میدونید اصلا دو بعدی نه، همون یک بام و دو هوا، یک بام و دو هوا هستن. یه احمقی اومده بود ادعا میکرد که کشتیگیر بوده، قهرمان المپیک بوده، نوشته بود شاه فلان دکترا رو از فلان دانشگاه، فلان دکترا. میگن آقا این مردک دیپلم نداشت، چرا اینقدر دروغ میگی احمق؟ ولی دیگه اینجوریه، هی برای خودشون گفتن و به اصطلاح تو گوششون فرو رفته. دوستمون سعید یه چیزی فرستاده بود، نوشته بود اینو، اتفاقا راجع به قطار و اینها هم بود، قطار رشت به قزوین یا یه جایی که از محلهای خیلی قشنگ میگذره و فلان اینها. گفتم ناراحت نباش، به زودی محلش محلها خراب میشه، چون هر جایی که این جاده باشه و اینها بالاخره به خاطر پول و درآمد و اینها میان اون دوربرش رو خراب میکنن و چیزای دیگه میسازن. بعد گفت که اینو به شاه اللهیار نشون بده. گفتم آقا جان نرود میخ آهنین در سنگ، مجاهد اللهی، شاه اللهی، حزب اللهی، اینا مغزاشون دیگه فریز شده مثل سنگ، و چرا خود تو اذیت میکنی، چرا ما رو اذیت میکنی؟ اینم از این آقای خوشنودی هم ما رو اذیت میکنه، همشهریمونه، میدونه ما 100 بار گفتیم آقا سلام ها غلطه، درود ها غلطه، هزاران سلام. آقا یعنی چی هزاران سلام؟ یعنی میگی سلام 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 20 سلام 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 سلام. آقا سلام، یه سلام کافیه، گاه اگه در خانه کس است یک سلام بس است، یک حرف بس است. کارمون خیلی خرابه، گریب خودی و آشنا هم نداره. امروز برای یه دوست دیگه نوشتم آقا جون
ما که به شما گفتیم این فیلم های مزخرفی که تو میبینیم، ما صبح زودتر از شما از خواب بیدار شدیم، من 4-5 بیدارم، اینا رو نگاه کردم. هی برای من نفرست، یه سری خودت میفرستی، یه سری خواهرت لطف میکنه میفرستی. ما گفتیم اگر چیزی میفرستی اقلا برای خودت ارزش قائل باش، بنویس که سوربی من این فیلم رو تماشا کردم، ببین این مرده چقدر خوب حرف میزنه، یا ببین این مردک چی میگه، دقیقه 19 فلان چی میگه. اگر تو اینقدر وقتت ارزش داره که حاضر نیستی یک جمله بنویسی درباره فیلمی که دیدی یا ندیدی و فقط میخوای از من، از فیسبوک، از پیامگیر من به عنوان سطل آشغال استفاده کنی، خب آقا منم میگم هرچی از این میاد آشغال میندازم سطل آشغال. نکنید این کارو، به خودتون احترام بذارید. شما اگه بخوای به دیگران احترام بذاری، باور کن از به خودت احترام گذاشتن شروع میشه. امیدوارم اینجور باشه. دوستان عزیز، امروز جمعه است، 16 آگوست 2019 و برابر است با 25 مرداد 1398. آقای یوسفی هم میگه سلام، سلام من هم به شما و دیگر بینندگان. دوستان لطف کنید این برنامه رو با دوستان دیگرتون هم شیر کنید. اتفاقا رضا زرابی داشت با جیغ و ویغ میگفت که نگاه کنید اینایی که برنامه میذارن میان با شور و هیجان یه دفعه 30,000 تا 50,000 تا، الحمدلله ما نداشتیم همچین چیزی، به اصطلاح بیننده دارن و نمیدونم برنامه لایو دارن، یه دفعه فیسشون در میره، میرسه به 5 به 20 فلان اینها. مثال میزد این کامران قاطری رو نگاه کنید، اون یکی نمیدونم اسامی که بعضی هاشون من نمیشناسم نگاه. آقا رضا، ما در فارسی داریم فواره چون بلند شود سرنگون شود، یعنی بالاخره این باید بیاد پایین و اینا. حالا یه جایی هم هست، یه کسایی هم هست مثل آب رکناباد، یه چی میگه استریم اینجا میگه، یه جریانی همینجور داره میره، حالا گاهی هم این میره بالا، گاهی هم میاد پایین، 7 میره بالا، 10 تا میاد پایین. اون کیه؟ اون سوربیه که 20 سال اینجاست. میگم آقا بهترین دوستامو که ما برایشون با بیننده ها دعوا کردیم حاضر نیستن $10 حمایت کنن. خب این یه موزلیه دیگه. خب من الان میتونم آقا بپرم برم اوبر رانندگی کنم، برم لیفت رانندگی کنم، برم دیلیوری کنم، برم والا این روزا نوشته بیاین شبا این چرخایی که ما میدیم کرایه شما عوض کنید، اینا رو بردارید بیارید بذارید یه سری دیگه بذارید پول بسازید. خب این کارو نمیکنیم، میایم اینجا دلخوش هستیم به شما. خب امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیرحسین لادن هستیم. خیلی ممنون از ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن. هفته پیش گفتم آقا این دوستانی که شما رو دوست دارن خیلی نرد میزنن به ما، که آقا یه نفرم که حرف درست حسابی میزنه شما اینا رو 2 هفته 3 هفته یه بار میاری. گفتم چه کار کنیم، هر روز که نمیتونن بیان. آقا ملت کار زندگی دارن، ملت ببخشید اینو میگم، نه مثل ما احمقن، نه مثل ما بیکار هستن، کار دارن، زندگی دارن. شما آقا نگاه کنین، آقای مسعود کردار 3 هفته پیش با ما 3 روز صحبت کردن که من میخوام درباره این صحبت کنم، درباره اون صحبت کنم، درباره اون. هم به این دوستان میگم الان به من نگید، بذارید برای منم تازگی داشته باشه. قرار میزنیم روزی که قرار داریم با شادمانی گفت آقا من رسوندم خودمو، 53 دقیقه دیر آمدم. آقا نرسوندی خودتو عزیز من، رسوندن اونه که شما 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت قبلش بیای، اگه عرق کردی بیرون دوش گرفت برو دوش بگیر، اگه خستت یه چای بنوشی، اون موقع خودتو رسوندی، ولی شما دیر آمدی. شما یه بلیت بخر بودو برو ایستگاه قطار، وقتی قطار از اینجا رفت نیویورک بگو آقا من خودم رسوندم، فقط 53 دقیقه دیر آمدم. میگی برو بشین اونجا 8 ساعت دیگه قطار میاد. البته ایرانی اومد گفت که آقا این بلیتا، گفت آقا قطار رفت، گفت غلط کرده بلیتش تو دست منه، کجا رفت؟ اینم این ماجرا. خب ببینیم که این نوشته همه دوستاتو دعوت کردیم، به گور پدرت اگه دروغ بگی آقای فیسبوک. تو 8900 تا با 5000 تا 13900 تا دوست ما رو دعوت کردی و فقط 10 نفر 9 نفر آمدن اینجا. اینا هم یه تریکی داره که باید پول خرج کنی. اونی که میبینی خانم مسیح علی نژاد میاد یه شب 250 هزار
نفر نمیدونم یواشکی فلان جامون رو نشون بدیم، اینا پول میریزن، پولهای پنهانیه. حالا یک کرخر قلاقی هم دیروز برای من مسیج گشت بود که آقا شما که میگی هم اون مأمور جمهوری اسلامی هم تو. گفتم خب حالا چشمت کو، هم اون رو مأمور جمهوری اسلامی هم من، حالا میخوای چه گویی بخوری، چه غلطی بکنی، هر گویی میخوای بخوری دو برابر بخور واقعا. ولی خوشم میاد که اینا بیننده برنامه من هستن و دق مرگشون میکنم، یعنی 20 سال من اینا رو انگوش به نگه داشتم. خب بریم سراغ دوستان. میگن وضعمون خرابه. خیلی خوشحالم که شما هم مثل من میگی کارمون خیلی خرابه، نمیگی کارشون خیلی خرابه. شما خودت رو در این دایره، در این محیط خراب سهیم و شریک میکنید و شما میدونید که شما هم یکی از این دلیل یا دلایل خرابی ها هستید. خب دوستان عزیز، ببینم براتون چی گذاشتم. ویدیوهای خیلی قشنگی تازگی ها چیز رو برام میفرسته پتیک، به نظر میرسه دیگه از سیاست و این حرفای دروغ و اینها خسته شده، رفته توی طبیعت و گشت و گذار در ایران و نمیدونه که آقا شما اونم که نگاه میکنی با سیاست همرات، اذیتت میکنه که آقا نمیدونم فلان ده هنوز که هنوزه در قرن 21 اینایی که شب میرفتن آب جو و اینا رو باز میکردن، یه چیز کلمه به خصوص، اسم به خصوصی داشت، هنوز طرف میره با بیل این جوی آب که داره میاد این ور رو میبنده که بره این ور ده حسن علی. بعدم اینا همیشه با هم دعواشونه که آقا این آب، آب یه چیزی به خصوصی به اینا میگفته. تو شیراز و مردشت و فسا و اینجا هم بود، هر وقت میرفت سر یه جایی این طلمبه تپ 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 تو کار میکرد، اون پایین تر یه نفر این آبا رو میبند از این ور بره، دو سه ساعت دیگه از اون ور بره. خب خب دوستان، اینقدر دل و قلب و اینا نفرسید. آقا گفت بیمایه فطیر است. شما هزار تا از این دلای فیسبوکی رو برای من بفرست، من فیلمشو میگیرم میرم اینجا میگم آقا یه دلار من میخوام نون توست، یه دلاره، یه دلار میخوام نون توست. نگاه کن هزار تا قلب برام فرستاده، میگه آقا اینا تو رو مسخره کردن، حالا تم اومدی منو مسخره کنی، من که مسخره نمیشم. در صورت آقا بیمایه فطیر است، ما هم اینجا بی خود هم وقت شما رو تلف میکنیم هم وقت دیگران. میگه که کاکو جون این عکس رو مخصوصا نشون بده به دوستان که ببینن اشکال ماها به جای نرسیدن، به جای نرسیدن فقط و فقط به خاطر نخوندن و به جایش حرافی کردنه. ببینید این یه نسخه، اتفاقا یه دفعه من به دوستان گفتم اون وقتا توی ایران دولپیک و ویکس و اینها بود، الان توی آمریکا این دارو خیلی هم گرون لامصب، ولی توی آلمان اینو مثل که over the counter یعنی بدون نسخه دکتر شما میتونید بخرید دیگه. کانادا و اینا نمیدونم. بله میرا باریکلا خانم تننازی، این خانم تننازی دیگه تکلیف خودش معلوم کرد. یه دفعه ما پرسیدیم خب ملت چرا حمایت نمیکنی، گو آقا من مفت خورم. خب خیلی ممنون. از این به بعد من به شما میگم خانم. آقای مصباح میگه آبیار، فکر نمیکنم این میراب درست تره، میراب. بله در اصل ممکنه در شهرهای مختلف و دهات و مختلف اسامی مختلفی داشته. بله این ولتارن یک کرمی هست. البته باز من متوجه نشدم آقای پتیک اینا رو همه رو خونده یا اونم مثل من نگاه میکنه میبینه ای بابا چند صفحه انگلیسی ریز ریز نوشته وحشت میکنه، میگه خب بذار برم روی یوتیوب مثلا مختصرش رو ببینم و بشنوم. ولی اینا خیلی هاشو اگه شما نخونید اون ساید افکتش رو ممکنه ندونید. همین ولتارنی که من امروز اینجا میبینم چون خودم چند بار استفاده کردم، یادتون باشه میگه شما اگه الیو ادویر این قرصای ضد تورم انتی اینفلمیشن یه چیزی اینجوری اینا رو میخورید این دوا رو نباید بزنید. این دوا درسته که از پوست جذب میشه ولی با اون دارو که شما از راه دهان به اصطلاح استفاده کردید اینا چی میگن؟ کانفلیکت داره.
کانفلیکت، یعنی با هم نمیسازن. خب داروخونه ها چند ساله که میگه که سوربی اگه تو بری این دکتر مثلا این دوا رو بهت بده، بری اون دکتر اونم بهت چی بده. وقتی میای از ما نسخه میگیری، کامپیوتر ما میفهمه که ای داد بیداد، این دکترها خبر نداشتن و به این سوربی دو تا دارو دادن که این دارو رو اگه بخوره فردا دیگه نمیدونم فشار خونش میفته پایین و چنین و چنان و اینها. نمیدونم ببینید اون داروخونه‌ای که شما باشون کار میکنید، الان میبینم داروخونه‌های ایرانی خیلی تبلیغ میکنن، حتی اینجا تو تایسن کالیفرنیا اینها، ازشون سوال کنید که شما اگه من رفتم یه دکتری یه داروی داد، این دکتر دیگه یه داروی داد که این دو تا دارو رو من از شما گرفتم، آیا سیستم شما میتونه به من خبر بده که به اصطلاح اینا با هم نمیسازن؟ یعنی یه جورایی هم حقیقتا با هم میسازن، با هم میسازن، پدر شما رو در میارن. خب و اما ببینیم که چی نوشته. بله چپ و راست هم کندی سنتر میگه بیا برای داوطلبی. خب ما اینجا گاهی وقتی داوطلب میشیم، اینم از بچه هامون یاد گرفتیم، ما که از پدر و پدر بزرگمون یاد نگرفتیم. پدر و پدر بزرگای ما، من که پدر بزرگم هیچ وقت ندیدم، بنده خدا فوت شده و قبل پدرمون، والا پدر منم اینجوری نبود که بگه اگه بری کمک به یه کسی بکنی مثلا خلی فلان، ولی خب دیگه تو جامعهمون بوده، حالا چه فرق میکنه. پدر شما، پدر دوستمون اگه گفته باشه مگه خلی بینی مجانی کار میکنی، برو پول در بیار. ما اینجا یاد گرفتیم که بچه هامون از تو مدرسه میرن هفتگی یه پارکی رو تمیز میکنن، میرن کمک میکنن برای انتخابات و اینها. و ما هم گفتیم خب باشه، حالا کجا بریم دیگه اینجا از ایرانی زرنگ بازی؟ گفتیم میریم این کندی سنتر. کندی سنتر وقتی داوطلب میشی، آشر میشی، چرا قوه میدن دستت، مردم بری بشونی، یا بعضی وقتا وایسی اونجا مردم راهنمایی کنی، اقلا همش کنسرت و نمایش و فلان و اینها. هر وقت وقت داشته باشیم میریم چند ساعتی به اونها کمک میکنیم. حالا برام نوشته که میتونی بیای؟ گفتم نه آقا، ما فعلا داریم اینجا مجانی کار میکنیم، اقلا وقت داریم بریم پول در بیاریم. بله کاگو جون، این عکس رو نشون دادم. حالا ببینیم که یک سایتی رو برای خودم فرستادم. بله مشکل خامنه ای با پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد چیه؟ آقا گور پدر خامنه ای، من و شما الان مشکل سال 2020 نه تو ایران نه تو آمریکا رو هنوز نتونستیم پیش بینی کنیم و حل کنیم. شما 21 سال دیگه میخوای به ما بگی ولمون کنید تو رو خدا، این مزخرفات رو بذارید کنار. بله میگه که نشریه ای گزارش درباره پویا آزادی مدیر پروژه ایران 2040 در دانشگاه استنفورد واقع در ایالت کالیفرنیا منتشر کرده است. به نوشته این نشریه او دلیل خصومتی است که در که جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه معتبر استنفورد پیدا کرده است. پروژه ایران 2040، بذارید عکس این آقا رو نشون بدیم، حالا بنده خدا زحمت کشیده، ما هم به این صورت اقلا ازشون یه تشکر کوچولویی کرده باشیم. اینجا هم کمرای دو، بله اینجاست دیگه. میگه او دلیل خصومتی است که جمهوری اسلامی با دانشگاه معتبر استنفورد پیدا کرده. پروژه ایران 2040 روندهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی ایران را دنبال می‌کند و مقامات جمهوری اسلامی از این بابت دیگر خوشنود نیستند. وقتی میگه دیگر خوشنود نیستند، یعنی قبلا خوشنود بودند. شما یه چیزی رو به من نشون بده که در رابطه با علم و پیشرفت و نظافت و تمیزی و اینها باشه و این آخونده باش موافق بوده باشن. پس این بد می نویسن، این دوستان ما بد می نویسن. اوکی، از این بابت دیگر خوشنود نیستن. بنوشته اوزی پویا آزادی میگوید داده ها و تحلیل های با کیفیت در مورد اقتصاد جامعه ایران به طور تعجب آوری کم است و چنین امری برای فکر کردن در مورد آینده کشوری 80 میلیون نفری ترسناک است. آقا 80 میلیون نفر چیه؟ جایزه میدن که تو ایران بچه دار بشن،
خامنه ای دوباره آمده گفته که من پیشنهاد میکنم که مردم تا اونجایی که میتونن بچه درست کنن، 80 میلیون نفر بذار کنار، شما درباره 100 میلیون نفر صحبت کن. آقای پویا آزادی 36 ساله دارای مدرک دکترا در مهندسی شیمی است، اما حوزه فعالیت او چند رشته ای است ماشاءالله مثل تمام ایرانی ها، و هدایت تیمی از محققان برای دنبال کردن روندهای اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی ایران باعث خشم حکومت شده است. اوزی می نویسد این سوال در ذهن پویا آزادی که در کشورهای توسعه یافته مختلف زندگی کرده شکل گرفته بود. چه چیزی مانع آن شده است که ایران نیز به یکی از این کشورهای توسعه یافته تبدیل شود؟ مانع شده که تبدیل شود. اوکی، یا چه چیزی دلیل است که تبدیل نشد؟ او میگوید ایران از لحاظ منابع طبیعی و سرمایه انسانی کشور غنی است، اما با فقر گسترده و مشکلات ریشه‌ای دیگر دست به گریبان است. مطالب بیشتر دست این هیچی. پویا آزادی پروژه ایران 24 را 3 سال پیش راه اندازی کرده و میخواهد این پروژه به محلی برای دانشمندان ایرانی مقیم خارج تبدیل شود تا از طریق آن روند توسعه ایران را ردیابی کنند. او همچنین میگوید که امیدوار است دستاورد این پروژه به مردم ایران در برطرف شدن مشکلات بسیار فوری و مهم اما کمتر بررسی شده، آنها از جمله بحران کمبود آب، کمک کنند. آقا هزاران نفر تحقیق کردن، هزاران نفر پیشنهاد دادن، هیچ اتفاقی نیافتاده. دوستان دقایقی پیش تبریز به شدت لرزید، میگه زلزله آمده در تبریز. پروژه ایران 2040 در مورد موضوعات کشاورزی، سیاست‌های پولی و مالی و مسائل اجتماعی و دیگر موضوعات و مورد توجه محققان و پژوهشگران حوزه توسعه و سیاست‌گذاری مقالات مختلفی منتشر کرده است. مقامات ایران پیشتر نسبت به این پروژه دید مثبتی داشتند، اما آیت الله خامنه ای رهبر 80 ساله جمهوری اسلامی که سیاست های کلان کشور را تعیین می کند در یک سخنرانی در 29 می که میشه 8 خرداد پروژه پویا آزادی را متهم کرد که به گفته او دستاوردهای علمی کشور را زیر سوال میبرد یا میبرد و اهمیت پروژه های آکادمی که ایران را تضعیف میکند. اوزی در بخشی از گزارش مفصل خود میگوید به رغم حملات خامنه‌ای به پروژه ایران 2040 تا کنون سرعت کار پویا آزادی کند نشده است و این پروژه یک ماه پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی گزارش تازه‌ای منتشر کرد. عباس میلانی رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، دوستان خداییش شما تا حالا چیزی در رابطه با این پروژه خونده یا شنیده اید؟ اصلا قبولش دارید یا ندارید؟ اگه قبولش دارید کاری براش انجام دادید یا ندادید؟ من که اصلا خبر نداشتم. اینقدر پروژه های مختلف میاد ماشاءالله، همشون هم میخوان همه مشکلات رو حل کنن که دیگه آقا میگه این هم مثل همون پروژه چیز مسخره دیروزه. ولش خب بریم ببینیم که اخبار چی میگه و اینجا اینو پاک کنم که بیشتر بتونم بخونمش درشتر. بله، این آقای رابرت رایش یکی از وزرای دولت کلینتون بود، یه آدمی قدش اینقدره، من دیدمش هر جا سخنرانی داره، خب اگه صندلیه که میشینه معلوم نیست، جاهای دیگه این قدش به پودیوم و به اون چیز نمیرسه، معمولا براش میارن یه کرسی میزنه، یه چارپایه میذارن که بره روی اون بلندی، ولی آدم بسیار خوبیه، پروفسور، درس میده تو دانشگاه و گفته که هر کسی که طرفدار ترامپه و فکر میکنه که بازم باید به ترامپ رأی بده این ویدیو رو ببینه. خب ما این ویدیو رو هفته پیش دیدیم، وقتی که اینا حمله کردن آدمای زحمت کشی که تو شرایطی بد، بدترین شرایط، تو کارخونه مرغ و قصابخونه و اینا کار میکنن، بوی گند و اینا ریختن و 600 نفر رو گرفتن، این دختر 11 ساله شروع کرده به گریه کردن که خب این پدر من رو که گرفتید، پدر من جرمش این بوده که ما رو از اون کشوری که شما خودتون بهش میگین شت هول آورده اینجا،
که آینده ما تأمین بشه، ما بتونیم آدم های موفقی باشیم، و شما چرا این کار رو میکنید؟ این آقا میگه که اگه میخواین به ترامپ رأی بدید دوباره فکر کنید، یه بار احساساتی شدید، اشتباه کردید، عیب نداره، ولی نگاه کنید الان نزدیکترین افراد به ترامپ هم اونا زده شدن، دارن میرن کنار. ما یه چیزی گذاشتیم نوشتیم، اگر به آمریکا و ترامپ شما امیدوار هستید، نگاه کنید سیاست‌های آمریکا و غرب اروپا در مقابل ایران همیشه این بوده. خانم نوشته خب این چیکار به ترامپ داره؟ میگم آخه اوزگل احمق، همین اگر کسی حقش نصف باشه تو هستی، چون به نظر میرسه مغزت نصف آدم هم نیست. این سیاست کلی این هاست. خان سعید یه فیلمی برام فرستاد، بالاخره سعید رفتم این آیپد رو آوردم که اون فیلم فامیلی رو نگاه کنم. اسمش هست فامیلی، نه که راجب فامیلی من و راجب فامیلی شما، نشون میده که احتمالاً هنوز نگاه نکردم، ولی خب ما ایرانی ها قبل از نگاه کردن هم میتونیم رأی بدیم، نظر بدیم. نشون میده که آقا این مهم نیست که اوباما باشه یا ترامپ باشه یا جورج بوش باشه، اینا برنامه‌هایی از پیش ریخته شده و اینا هم فقط باید بیان اجراش کنن. حالا شما نگاه کنید، هی هر روز میمد اینجوری میکرد که ببینید بازار سهام داره میره بالا، الان دو هفته از خفه خون مرگ گرفته و هی میاد میگه نترسینا، نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم، ما اینجا کالیفرنیا نشستیم، تو برو پاسارگاد که اون آجانه بیاد با چوب بزنه تو سرت. ما همه با هم هستیم، نترسید، نترسید. میگه آقا مردم دارن استاکاشون رو میفروشن، طلا میخرن، قیمت طلا در دو هفته گذشته رفته بالا، استاک آمده پایین، اون وقت اینجا وقتی 3% میاد پایین و اینها، یعنی او محشر کبراز. حالا اینم میاد میگه شما چی منو اولا میگه شما همه تون منو دوست داری، این دیوانه است مثلا. بعد میگه حالا چه منو دوست داشته باشین، خودت که الان گفتی منو دوست دارین همه تون، چه منو دوست داشته باشین چه دوست نداشته باشین، مجبورین به من رأی بدین، چون اگه رأی ندید صندوقای بازنشستگیتون و اینها داغون میشه. این با این یه بار شده سال 2008، یه بارم قبلا زمان کلینتون شده، و آمریکایی‌ها یه ترسی اصلا تو وجودشونه از این کلمه ریسیشن، یکی دیگه‌ش هم هست، اون یکی دیگه بدتر از یه اینا رو من هم فارسیشو بلد بودم هم انگلیسیشو، حالا میگم که این شدیم کلاغی که میخواست راه رفتن کپک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش رو هم فراموش کرد. حالا ما فارسی و انگلیسی و اینها بلد نیستیم، قاطی کردیم که بیا و ببین. اجازه بدین من اینو یه مقداری کوچیک کنم، این رو هم کوچیک کنم که وقتی با آقای لادن صحبت میکنیم این تصاویر جلوی تصویر ایشون رو نگیره، و از حالا هم اسکایپ رو روشن میکنیم. بعضی از این پروگرام ها دیدید الان وقتا این اپای تو تلفن خیلی سریع بود، و یکی از دلایلی که اپ درست شد فکر کنم این بود که دیگه شما نخوای حالا براوزر رو واز کنی بعد بری تو وبسایت مثلا فلان بانک، مستقیما فلان بانک آیکانش گذاشته بود شما میزدی باز میشد. الان یه دو هفته اینا هم اسلو شده. اوبر اعلام کرده بود که ما نمیتونیم الان سر موقع پولا رو بدیم به راننده ها و اینها، و صبر داشته باشید. آقا کجا صبر داشته باشه؟ خیلی از اینا میره یه دوری میزنه 50-60 دلار کار کنه، همون موقع این 50-60 دلار رو بریزی به حسابش، بره چی بخره، بره شام بخره. وقت تو میای پول اینا رو هم نگاه میداری، حالا چیه؟ آقای خسروشاهی، آقای دارا خسروشاهی، سی ای او ایشون ایرانیه. گفتم خب دیگه بالاخره ایرانی ها هر جا برسن همون کارمون خیلی خرابرم با خودشون به ارمغان میبرن. خب این دوست ما هم آقای صدیقی تماس گرفته، ما نبودیم، و وقتی بنده رفتم آلمان ایشون گفتن که یکی از فامیلشون فوت شده و ایشون رفته به اصطلاح برای
مراسم کفن و دفن و اینها و ما نتونستیم این دوستمون رو ببینیم. حالا انشالله سفرهای آینده که فکر نمی کنم به این زودی هم دیگه برم آلمان و برم سفر. فکر کنم دفعه قبل 2014 رفته بودم، تا 2019 یه 5 سالی طول کشید، ولی اون دفعه وقتی رفتیم به فاصله 2013 و 2014 دو ساله چندین کشور رفته بودم، یونان و انگلستان و فرانسه و حتی ایرلند هم یه سری زدیم، ولی خیلی نچی بود. هلند و اینا هم رفتیم. البته من بهتون گفتم یه مدتی با این دوستمون کار میکردیم برای این خانم هیلری کلینتون و اینها، طرف میگه آقا نورت کارولینا رفتی؟ دوستمون میگه بله رفتم. میگفتم آقا تو میری تو فرودگاه، از فرودگاه میری هتل عکس میگیری برمیگردی فرودگاه سوار میشی میای، که این رفتن نیست که. نورت کارولینا، ساوت کارولینا، 48 تا استیت دیگه رو باید حداقل 5 روز 10 روز بری بگردی آشنا بشی تا بعد به خودت اجازه بدی بگی رفتم. ولی اینی که من میرم هلند چون هواپیمامون یه شب اونجا میمونه برای که بلیت ارزون خریدم، بعد اولین جایی هم که میریم میریم خیابون رو نمیدونم رد لایت رو نگاه میکنیم و اینها، این که دیدن هلند نیست. هلند برو مردم رو ببین که چجوری با دو چرخه دارن میرن میان. هلند رو برو ببین چجوری شادن. ببین تو بارون اصلا انگار که بارون نمیاد، نعمت از هوا میاد. کسی که آب این ورشه آب اون ورشه، بارون که میاد با فوش خدا و پیر پیغمبر بده، ولی همه خندان همه شاد. بگذاریم بیان ببینیم که کجا هستیم و چه خواهد شد. دوستانی که پیام میذارید اونم به صورت unknown caller، اصلا من گوش نمیدم. یعنی خودتون آمدید گفتید که من آشغالم، ببخشید، حالا اگه تلفنتونم پسرتون گفت کرده، همسرتون گفت کرده، بهش بگید که بابا من از کسی ترس و وحشت ندارم، با افتخار به هر کی زنگ میزنم شمارم اینه. الان من شمارم میزنم اینجا 202-695-2573. مگه شما دزدی میخوای بکنی؟ مگه هیزی میخوای بکنی که شمارتو قفل میکنی؟ چجوری پتیک زنگ میزنه شمارش هست، آقای بهرامی زنگ میزنه شمارش هست، اسمش و شمارش هست. حالا چرا اسمش شمارش هست؟ وقتی یه بار زنگ زده دیدم این پتیکه، من اسمشو نوشتم بغلش. حالا هر وقت زنگ میزنیم این سه پتیک، مهدیسیان زنگ زد، خسرو بهرامی زنگ زد، مسعود کردار زنگ زد، این چه مصیبتیه که افتاد به جون شما؟ unknown caller، اصلا از خودتون سوال کنید. unknown caller تو سطل آشغال، اگه تونستی تلفنتو باز کنی، یاد گرفتی، تماس بگیری، پیامتو گوش میدیم. اگر قابل پخش بود در برنامه، اونم به رأی ما، به نظر ما، اون وقت پخشش میکنیم، ببینیم چه خواهد شد. و اما دوستان عزیز، ساعت 2:33 بعد از ظهر روز جمعه است به وقت نیویورک، به وقت شرق آمریکا، و ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 27 دیگه میریم سراغ آقای امیر حسین لادن، تا آقای امیر حسین لادن درباره چند موضوع صحبت کنه. یکی همون موضوعی که من اون روز گفتم، فقط تو ایران 80 میلیونی 14 نفر میان یه چیزی رو می‌نویسن، و توی خارج 6-7 میلیونی 10 میلیونی هرچی فقط 14 نفر دیگه اینا رو پشتیبانی میکنن. خب اونایی که حساب بلدی بنویسید در عرض 40 سال ما 14 تا پشتیبان پیدا کردیم، 14 تا هم پشتیبان درجه 2 میشه 28. بعد حالا حساب کنید اگه ما بخوایم 50 میلیون 60 میلیون باشن چند سال باید وایسیم. یکی حساب کن این ترامپ دروغایی که گفته از 12,000 تا مرزش رفت بالا، اصلا میگن این نمیفهمه که دروغ میگه، مریضه. گفت شما میفهمید کی ترامپ دروغ میگه؟ گفت بله. گفت هر وقت دهنشو باز میکنه، این روزا لازم هم نیست دهنشو باز کنه، توییت که میزنه همش دروغ، سر تا پا دروغه. بیش از 12,000 تا در عرض 2.5 سال میگه. اگه اینا رو چی میگو؟ میگفت نمیدونم، میگفت 33 ماه یا 33 سال طول میکشه اگه به هر کدومش اینقدر وقت بخوایم بدیم، احتمالا 33 ماه.
نمیدونم. خلاصه برید نگاهی کنید، بد نیست. ببینیم که این بی بی سی چی میگه. جلسه شورای امنیت درباره بحران کشمیر. من اون روز یه چند تا ویدیو نشون دادم، خیلی از شما دوستان گفتید آقا ما جنگ، نفرت، خونریزی، شقاوت قلب و نمیدونم اینا رو میدونیم، قسی القلب بودن و اینا رو میدونیم، نابرابری ها، ظلم و اینا رو میدونیم، تو رو خدا اینا رو نشون ندید. فکر کنم درست میگید، چون الان آمریکا هم به این نتیجه رسیده، اینایی که میان کشتار دست جمعی میکنن و اینها، عکسشون رو نشون ندیم، اون صحنه ها رو نشون ندیم، بیان بلکه خوبی ها، آواز، آهنگ، اینا رو بیشتر نشون بده. ولی جالبه خانم مینا، این دوست خوب ما، این فیلم ها رو که دیده بود متوجه نشده بود که بابا تو این فیلم ها این بیچاره های مسلمون رو میزنن. حالا مسلمون ها بد، ظالمترین ظالم ها، ولی تو این چند تا فیلم هندی های، حالا یا هندو هن یا هر دین دیگری دارن، مثل که 500 تا دین مختلف و اینا تو هندوستان هست، اونا مسلمون ها رو میزنن. ایشون نشدود این مسلمون ها و این نکبت و عید قربانشون اینا. خواستم میگم خانم اصلا شما ویدیو و فیلم و برنامه من درست متوجه نشدید. ما داریم نشون میدیم که آقا با وجود که ما دل خوشی هم از اسلام و مسلمان و اینا نداریم، ولی اینجا اینا دارن مورد تعرض واقع میشن. چه باید کرد؟ من نمیدونم، شما میدونید؟ اگه میدونید تماس بگیرید، یه بار دیگه شما تلفن اینجا نشون میدم، تماس بگیرید و پیام بذارید، بگید این راه حلش. با این شماره تلفن شما میتونید 3 دقیقه پیام بذارید. بهترین کار اینه که قبلش بنویسید چه چیزایی میخوان در موردش صحبت کنید. اینجا بهش میگن هدلاین، ما تو ایران میگفتیم سرتیتر. بعضیا تاپیک هم میگن، بنویسید درباره چه تاپیکی میخوان موضوع صحبت کنید، قشنگ صحبت کنید، ما اینجا پخش میکنیم و ببینیم چی میشه. و اما میگه جلسه شورای امنیت درباره بحران کشمیر حدود 2 هفته پس از لغو قانونی که به کشمیر تحت حاکمیت هند اختیار خاص میداد، چین از هند و پاکستان خواست که از اقدامات خودسرانه خودداری کنند. پس از جلسه شورای امنیت سازمان ملل که امروز جمعه پشت درهای بسته برگزار شد، سفیر چین در سازمان ملل گفت که اعضای این شورا به شدت نگران وضعیت در این منطقه مورد مناقشه هستن. حالا اینم ما نمیفهمیم، اگه پشت درهای بسته بوده شما چجوری خبر دارید اینا چی گفتن؟ اصلا منظور از این که شما می‌نویسید پشت درهای بسته چیه؟ هر جا هر میتینگی هست و اینا، حتی اونجایی هم که عمومی هست، دادگاه، شما صبح برو بیکار اگه هستی خیلی خوب بری تو دادگاه ها، در باز میکنن، وقت مردم رفتن نشستن جلسه میخواد چی بشه رسمی بشه، در رو میبندن. خب میشه گفت همه میتینگ ها پشت درهای بسته است. حالا اگه محرمانه و مخفیانه است، خب اون دیگه یه چیز دیگه است، مثل این نشست های این دوستان عقب افتاده ما که همشون میخوان جنبش را بندازن. میگیم آقا شما کجا نشستی؟ با کی صحبت کردی؟ چند نفر بودی؟ آقا اونی که ما نمیتونیم بگیم محرمانه است. ببین گفتم این سربی مامورا میخواد ببینه ما چند نفریم، بفرستن بیان سرمون. یک نشریه محلی جبل الطارق از احتمال به تعویق افتادن حرکت نفتکش ایرانی خبر داد. نفتکش رو میگه که دیروز بالاخره تحویل دادن. اینم هرچی این ترامپ واقعا شالاتان، نابکار، خطاکار اصرار کرد به انگلستان و فلان و اینها، اونا گفتن آقا قانون، ما رفتیم دادگاه نشستیم صحبت کردیم، این کشتی رو باید بدیم. حالا ترامپ از اون ور گفته من به خدمه این کشتی ویزا نمیدم. و اما صحبت از ویزا، شما باورتون میشه که یک رئیس جمهور آمریکا اینقدر پست، فطرت، لو لایف، اینقدر ذلیل که بیاد به اسرائیل بگه نماینده های مردم آمریکا که میخوان بیان اسرائیل تو راشون نده، و اسرائیل اینقدر احمق. برید من عکسم با این آقای لیبرمن هم هست که میخواست نخست وزیر بشه و اینها، یک کلیمی تندرو به ریپابلیک، فکر کنم بعد نه دموکرات بود ریپابلیک شد، یه چیز اینجور آمد که آقا اسرائیل اشتباه کرده،
اسرائیل که نباید به حرف نخست وزیری که میخواد به اصطلاح نوکری خودش رو به ترامپ ثابت کنه بیاد و اینا نماینده مردم آمریکا هستن، با بذاری بیان ببینن اگه تو درست میگی، اگر واقعا ادعات که ما اینجا مملکت آزادی هست ره، بذار اینا بیان، بعد برمیگردن میگن فلسطینی ها دروغ میگن، اسرائیل درست میگه. ولی برید دیروز ببینید تحولات سه روز گذشته. اول سفیر اسرائیل گفت بیان اشکال نداره. دوم این ترامپ نابکار زنگ زده به چی، بعد میگه من نمیتونم بگم با کی صحبت کردم، با چه کسی غیر از خودت پوفیوستر، از خودت شالاتانتر. اسپانیا یا یک کشور دیگه الان دستور باز به اصطلاح دستور دستگیریه یا بازداشت این نتانیاهو رو داده. اینا چیزای جنگی هستن، به اصطلاح کسایی که مسئول کشتار هستن. و چه کسی با ترامپ صحبت میکنه؟ اونم بهش گفته، اونم گفته باشه، امروز گفتن نه آقا، دوباره برش گردوندن، ولی آبرو خودشونو بردن. خب ما یه آقایی داریم اینجا به نام آقای فرید بزرگمهر، خیلی انسان خوبی هست، هم هنرمنده، هم تو کارهای هنری تئاتر و اینها فعالیت میکنه. و این آقای بزرگمهر همون فامیل بوزرجمه هستا که دیگه عربا از وقتی اومدن نتونستن بگن بوزرجمه چون جه ندارن، نه شده بزرگمه. و میگه که شیرزاد بزرگمه خبرنگار CNN در ایران درگذشت. شیرزاد بزرگمه که منم تا حالا تا امروز این خبرنگار رو ندیدم، نه اسمش رو شنیدم. و اتفاقا خوبه که آدم میگه چه چیزهایی تو دنیا هست که من ازش خبر ندارم و ما همه فکر میکنیم خیلی چی میدونیم و اینها، ببینید که اصلا هم نمیدونیم. شیرزاد بزرگمهر از خبرنگاران با سابقه عصر پنجشنبه 24 مرداد در اثر سکته قلبی در سن 75 سالگی درگذشت. آقای بزرگمهر گزارشگر شبکه CNN در ایران بوده است. خبرگزاری اسنا این خبر را به نقل از محمد سلطانی فر، معاون سابق مطبوعاتی و استاد علوم ارتباطات نوشت. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم، وزارت خارجه ایران از او به عنوان پیشکسوتی اخلاق مدار. دوستان من بارها از شما سوال کردم چرا ما مثلا قانونمند رو میگیم قانون مدار؟ مگر همین مدار رو ما به عنوان نداشتن استفاده نمی کنیم؟ مدار از دست روزگار مثلا فلان. چرا اینجا وقتی صحبت از اخلاق میشه، وقتی گفتیم اخلاق مدار، معنیش اینه که یعنی آدمی که پیرو اخلاق بوده، اخلاق دار بوده و اینها. اجازه بدید من این نوشته های فیسبوک رفته بالا نمیتونم. بله خانم تنازی مفتخور میگه که هر چی دوست دارید بگید، مثل داداش بزرگتر میشنوم. حالا من بزرگترم یا شما بزرگترین؟ بله. آبمال، آبیار، اومال تو شیراز و منطقه چیز، میگه 4 تا چی براش نوشته؟ میراب، اینایی که مسئول آب و اینا هستن. بله. آقای خوشنویی هم میگه تداخل دارویی. خب میگه هلند اولین و بهترین کشور دوچرخ سواری است، از شهرها به روستاها، از هلند به آلمان، از هلند به بلژیک دوچرخه میرانند. جاده دوچرخه هم آسفالت خوب و بیشتر شهرها و روستاها وجود داره. بله من رفتم دیدم، اصلا تعجب میکنه. اتفاقا اون روزی که اونجا بودم بارونی بود، ولی دیدم اصلا این خانمه مثلا با دامن و اینها اصلا این خیالش نیست که بارون داره میاد، قشنگ داره دوچرخ سواری میکنه و میره. و اما گویا 6 تا دختر خانم اینا با هم قرار گذاشتن که بریم مسابقات فوتبال ورزش هرچی نگاه کنیم و اینا رو بازداشت کردن. میگه 6 دختر آزادی در زندان قرچک ورامی روز دوشنبه، میگه این دختران توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدن. زهرا خوشنواز، لیلا ملکی، هدیه مروستی، فروغ علایی از جمله بازداشت شدگانی هستند که جرم آنها تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران تعریف شده است. دوستان هر چی دلتون میخواد به آخوند فوش بدید، حقشونه. ولی خانم عزیز، دختر من، خواهر من،
شما اگه به ورزشگاه راهت نمیدن، تقصیر داداشته، تقصیر باباته، تقصیر عموته، تقصیر داییته. اونا بیغیرتن، اونا میرن برای که اونجا برن الواتی کنن، برای که حتی به عنوان مسابقه بره یه سری هم به زوز دخترش بزنه دور از چشم خانمش. اونا هستن که شما رو راه نمیدن. و الا اگر اونها غیرت داشته باشن، اونها نرن این مسابقات رو مگر تا روزی که شماها رو اجازه بدن، اون وقت میبینی که ملا و دیگران نمیتونن جلو شما رو بگیرن. این عکس این خانم هاست که همشون هم آمدن ریش چسبوندن و عکس گذاشتن و اینها. و خب بعضی هاشون هم واقعا مثلا این یکی این مردا قشنگ، یا این یکی اگه عکسشون انداخته بودن، ولی بالاخره وقتی بهتون میگن اینا قیافشون عوض کردن، شما هم با یه دید دیگه نگاه میکنید. و برای من جالبه که این شیشتا این جلو هن هرچی و این پشت همه خالی هن، یا اینکه این جاییه که را میرن وایسادن عکس بندازن و رفتن و بعد حالا گویا گرفتنشون. امیدواریم که آزاد بشن، امیدواریم برادر خواهر به اصطلاح پدر شما غیرت پیدا کنه. و سلام. خب بله، خانم طنازی میگه شما بزرگتری، خب حرف بزرگتر رو گوش کن و حمایت کن. اینم از این ماجرا، شش تا آزادی رو براتون گفتم. و اما میگه که نیویورک پلیس دیپارتمنت لوکینگ فور پرسن سین آن ویدیو. امروز صبح وقتی شما تلویزیون رو روشن میکنی داشت نشون میداد که توی نیویورک اول میگفتن یکی دو تا زودپس از این چیزایی که اینجا بهش میگن پرشر کوکر پیدا شده، به اصطلاح مزنون هستن، فوری مترو رو خالی میکنن. حالا بدبخت مردم روز جمعه کی سوار مترو میشه؟ این ترامپ حرومزاده و بچه‌هاش سوار مترو نمیشن، کارگر بدبخت، اون اینایی که پول ندارن که سوار تاکسی بشن، سوار اوبر بشن، سوار نمیدونم. خب اینا خلوت کردن فلان اینها، مردم گفتن برید و بعد گفتن که نه اینا پرشر کوکر نیست، اینا دیگه زودپز نیست، اون دیگه زودپزی که میخ میریختن توش و ساچمه و باروت و مواد منفجره و این روزا دیگه با تلفن هم از اونجا زنگ میزنه اون اکتیو میشه منفجر میشه و اینها. تو بوستون این کار شد تو مسابقات دو، گفتن اینها رایس کوکره. رایس کوکر برای اونایی که نمیدونی پلوپز خودمون، البته پلوپز ما که نه، پلوپز ژاپنیا که اونها رایس کوکر داشتن، ما اسمش رو گذاشتیم پلوپز. این بوده و من خندیدم گفتم از امروز حالا دنبال چاینیزا هم باید بگردم. ولی خب به خاطر که نیویورک یه جا من شنیدم که میگه از تعداد پلیساش دوربین بیشتر داره. خب شاید هم میشه بگی که پلیسا هم دیگه دوربین دارن، دوربینای محل 35,000 تا پلیس داره. شما میدونید همه نیویورک یک جزیره است، خیلی کوچولوه. بله حالا این همه دوربین نگاه کردن که کی این آورده گذاشته و رفته و اینا. حالا خیلی من هنوز دیگه دنبال نکردم، خیلی خنده‌دار میشه که مثلا یه چینیز بیچاره ای پلوپزش سوخته باشه، رفته پلوپز خریده که بیاره ببره سر کار، یه اتفاق افته گذاشته، بره دوتای دیگهش بیاره، فوری مردم زنگ میزنه. این روزا شما تو فرودگاه که هستین هی دارین میرین، هی هر از چند دقیقه، اینا میخوام بگم 5 دقیقه و اینها، این نوار میاد و میگه که اگر یه چیزی دیدید که مزنون بسته ای پاکتی اینها به ما خبر بدید. حالا یعنی اگه طرفم خواسته بره توالت دیده آقا اونجا کثیفه، بعضیا ببخشید جیشکی میکنن دست پاشون که میشورن اینا همه جا آب میریزن، گفته من این کیفمو نبرم اونجا، اینجا باشه، اومده دم توالت اینو گذاشته رو صندلی بره جیش کنه و بیاد، سوربی زنگ میزنه الو الو بگوشم چی سی یه چیز میگه خود اینا. خلاصه میگه اگه دیدی گزارش کن، گزارش میدم یه بسته اینجا افتاده، پلیس میاد و فلان اینا، اون منطقه رو میبندن. حتی خود طرف هم ممکنه وحشت کنه دیگه بیاد دنبال بستش، یا یه جایی دورش کنن نتونه بیاد اونجا اون چیزو برده. بله میدونستم اینو میگید. این تنازی بلایه، میگه اگه بگم کوچیکتره میگه حرف بزرگتر رو گوش کن حمایت کن، اگه بگم بزرگتره میگه خب شما که بزرگتر از ما هستی حمایت کن. در هر صورت پلیس نیویورک
looking for person or persons seen on video, actually person, یه نفر seen on video dropped rice cooker at subway station causing rush hour panic. Panic به فارسی نمیدونم وقتی آدم میترسه هول میکنه، هول میکنه، اون حالت خیلی هم بده. شما کارهای معمولی رو هم دیگه نمیتونی درست انجام بدی، مثلا یه جای صدای یه ترقه در بره، شما فکر کنی این تیره، پنیک کنی، هول بشی، فرار میکنی، میزنی چهار نفر دیگر هم میندازی. میگه راشاور، راشاور اون ساعتایی که ترافیک بیشتری هست، حالا چه ترافیک ماشین، چه پیاده رو، چه مترو، مثلا از ساعت 6 صبح، 5 و نیم صبح تا 8 و نیم 9 این راشاوره. قیمتا رو هم اینجا میبرن بالا، به جایی که به مردم بدبخت بلیتا رو ارزونتر بدن، توی اون ساعت بلیتا گرونتر میشه. و اما آمریکا خدمه گریس وان را به دلیل همکاری با سپاه به منع صدور ویزا تهدید کرد. این گریس وان همون ماجرای کشتی که به اصطلاح گریس وان را اینا نگه داشته بودن. یا در اصل ببینید خدمه کشتی بیچاره چی کار میتونه بکنه؟ آخه احمق ترامپ، اینی که با این کشتی غول‌آسا آمدن با هفتیر و اسلحه و با هلیکوپتر ریختن رو سرش گرفتن، چی کار میتونه انجام بده جز این که هرچی اون میگه، میگه حالا که زوره یا حسین، هرچی اون میگه عمل کنه. تیم والیبال جوانان ایران در صدر جدول رده‌بندی جهانی جای گرفت. بهشون تبریک میگم، چیزی که ما ایرانیان متوجه نیستیم دوستان، این جوانا هیچ رابطه با آخوندان ندارن، اینایی که تو ورزش و اینا هستن. معمولا این تیما به غیر از تیم فوتبال اینا که خیلی پول میسازن و این پولم اینا رو داره فاسد میکنه، این بنده خداها از جون خودشون و از مال خودشون و از وقت خودشون به اصطلاح مایه میذارن تا به یه جایی برسن. ایران دادن تعهد به جبل الطارق در مورد مقصد نهایی نفتکش را تکذیب کرد. دوستان من یه مصاحبه دارم با آقای شاهین ترکمان که ایشون چند سال پیش زنگ زد به من، گفت آقای سوربی من خندم میگیره وقتی که این دوستان ایرانی هر کدومشون دانسته و ندانسته یه چیزایی میگن که اصلا مرغ پخته هم میخنده. گفتم مثلا چی؟ گفت یادتونه این احمدی نژاد رو مسخره میکردن که آقا تو چرا رفتی به جیبوتی پول دادی؟ جیبوتی کیه؟ اصلا جیبوتی کشور کجاست اینا؟ گفت من میام یه ربع ساعتی مهمان برنامه. بله شما میتونی مهمان برنامه باشی، پولم ازت نمیگیرم، اگه در رابطه با یه چیزی که مورد نیاز و نیاز آگاهی دادن باشه بیان صحبت کنید. آمد آقا با نقشه، گفت ببین اینا هی میگن شما تنگه هرمز، تنگه هرمز، خیلی هم نگید ما فقط تنگه هرمز داریم، از این ورم نگاه کنید، از اون تنگه جبل الطارق و اینها آردی صحبت کردن که بتونن نفت رو این ور اونور جابجا کنن. و این هم امروز داریم میبینیم. میگه ایران برای آزادی نفتکش گریس وان هیچ تعهدی مبنی بر این که به سوریه نرود نداده است، زیرا از ساعت اولیه توقیف نفتکش اعلام شد چنین چنین. و اما مقامات کره شمالی گفتند به دنبال گفتگو با کره جنوبی نیستیم. اینم همون حماقتی که گفتم، چون یک پمپ بنزینی قیمتای بنزینو که نوشته بود، بعد زیرش نوشته بود بنزین مجانی بهتون میدم اون روزی که ترامپ حرف احمقانه نزنه، تا حالا اتفاق نیفتاده. میگه که ترامپ گفت من میدونم من رو دوست دارید و هیچ چاره ای جز رأی دادن به من ندارید. کاملا دروغ میگه، نه مردم دوستش دارن، اون بیچاره کشاورزی هم که گول حرفاش خورد، اون از نابکاری اوباما و کلینتون و جورج بوش و 30-40 سال گذشته خسته شده بود، درست مثل ماجرای شما ایرانی ها که از 57 سال ظلم و ستم پهلوی خسته شده بودید، یه آخوند اومد گولتون زد. ترامپ خمینی قرن 21 و دیدید که الان مردم چجوری برگشتن، جوری برگشتن که دیگه آخوند به خودش جرأت نمیده رفراندوم کنه، بیاد از مردم به اصطلاح
نظرخواهی کنه. حالا این ترامپ هم تازه دفعه اول هم رأی اکثریت رو نیاورده. چیزی که هست این سیستم آمریکا، این احمقایی که قبول میشن و میرن رئیس جمهور میشن دیگه نمیرن دنبال قانون رو عوض کنن برای بعدیا. میگه من که خرم از پل گذشت، حالا این پل بریزن پایین به من چه؟ این سیستم قانون آمریکا برای موقعی بوده که مردم بی سواد بودن، مردم نمیفهمیدن، رادیو تلویزیون نبوده، نماینده ها رو نمیشناختن. گفته سوربی که بی سواده، این آقای اسمیت میره براش رأی میده. هنوز همون جوریه. برید این سیستم الکترال اینا رو نگاه کنید، هنوز سیستم همونه. شما باورتون میشه بابا با صد رحمت به ایران، صد رحمت به پاکستان، صد رحمت به کشورهای دیگه، طرف اقلا دل خودش خوشه میره پای رأی میده. اینجا شما خودت میری رأی میدی، شما به این رأی ندادی، شما تازه رأی دادی به یکی دیگه اون بره رأی بده یا نده. و الا این 3 میلیون کمتر از هیلری کلینتون رأی آورده و ببینیم چی میشه. خب بله، میگه که رئیس دولت محلی جبل الطارق گفت نفتکش ایرانی هر وقت آماده بود میتواند برود. البته این خبرها ترتیبش رو خیلی روش نمیشه حساب کنی، چون به ترتیبی که اینجا میاد و من مینویسم میذارم داخل این پوشه، میدونید مثلا خبر بعدی که میاد، من اول خوندم که جبل الطارق گفته ایران به ما چی نکرده، بعد میام میگه گفته هر جا دلش بخواد بره. بله، همونجوری که بهتون گفتم دوستان، امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود تا درباره اون موضوعی که گفتیم 14 نفر از ایران نامه نوشتن، اونم نامه نوشتن به خامنه ای. شما به من بگید کجای دنیا تا حالا نامه نوشته شده به یه دیکتاتوری، بعد دیکتاتوری بیاد آب توبه بریزه رو سر خودشو، بره توبه کنه و بیاد آزادی بده به مردم؟ بگید دیگه. یا اینکه ما میخوایم نفر اولش باشه. و ایشون درباره مصاحبه اخیر صادق زیبا کلام هم صحبت میکنن، چون صادق زیبا کلام گفته که من به اصطلاح دلیل اینکه اپوزیسیون نمیتونه حالا منسجم باشه، نمیدونم مؤتلف باشه، با هم کار کنن رو آقای صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام کسی که هنوزم تو سینه زنی ها شرکت میکنه، اگه اشتباه نکنم یکی دو بارم گفته بود نمیدونم موی امام حسین رو به نمیدونم به فلان یه چیزای اینجوری گفته بود، خیلی نمیشه حساب کن. بله، آی سا پکیج این ویرجینیانز کال پلیس ویچ واز کراس استریت بات دی دید نات ریسپوند. من نمیدونم شما این یه پکیجی ویرجینیانز یعنی چی؟ I saw a package in Virginians. بله، این دوستمون نوشته که یه پکیجی دیدن، زنگ زدن، اونا نیومدن. بله، اینم هستی. 20 سال زمامداری پوتین، چالش غرب و توهم تهران. ببینیم که اینجا چی میگه. میگه که این عکس آقای پوتین با یلسین، یلسین یادتونه اون مردی که همون روزم وقتی میمد یه جایی چنان مشروب خورده بود که بوی عرقش، اون ودکا مدکاش، به اصطلاح همه مسخرش میکردن و میگفتن این اصلا از صبح که بلند میشه مشروب میخوره. میگه که حبیب حسینی فر روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به قدرت گرفتن پوتین در روسیه به پیامدهای آن بر سیاستهای ایران و آمریکا پرداخته است. میگه که سال پیش روز 18 مرداد 1378، وا این نمیشه که سال پیش 1378، 18 سال پیش بوده لابد، I don't know، 1178 الان 98 نیم، 10 سال پیش احتمالا. هرچی، ولادیمیر پوتین همچون شاگرد مدرسه خجالتی در برابر بوریس یلسین رئیس جمهور بیمار روسیه ایستاد تا حکم نخست وزیری را از دست او بگیرد. پوتین 46 ساله، نه آقا این حرفات چیه، مزخرفات چیه، این نویسنده نوشته پوتین خجالتی. پوتین شما برید نگاه کنید موقعی که ریگان سر کار بوده، این به عنوان خبرنگار ولی جاسوس اونجا بوده، این اصلا کجبه بزرگ، کاگبه میگیم، بزرگ شده و اینها. بله، و الی آخر. این بعضی نوشته‌های ایرانی
خیلی روش نمیشه حساب کنی و مزخرفه، یعنی فقط مینویسن که اون مقاله ای رو که قرار بوده هفته یه مقاله بنویسن بدن و پولشو بگیرن. دوستان عزیز ساعت 2 شد 3 بعد از ظهر، بریم سراغ آقای لادن و ما هم مثل شما بنشینیم و صحبت های ایشون رو گوش کنیم و یاد بگیریم. این هم از این ماجرا. ببینم که بله ما تصویر خودمون رو بدیم به سیستم، تصویر آقای لادن رو هم که مثل همیشه شیک و مرتب هستن بدیم به دستگاه و با شما باشیم. همونجور که بهتون گفتم ایشون در رابطه با 2-3 موضوع صحبت خواهند کرد. یکیش مسئله صادق زیبا کلام هست، یکیش مسئله این که من اون روز گفتم این 14 نفر چیه، بعد از این همه مدت فقط 14 نفر ما میتونیم با هم باشیم. خب آقای لادن بهتون خوش آمد میگم، سلام میکنم، میکروفون در اختیار شما تا از شما یاد بگیرم و خیلی خوشحالم که به خواهش دوستان پاسخ مثبت دادید و با ما هستید. امیدوارم بتونیم از حضور شما بیشتر و بیشتر استفاده کنیم. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر بینندگان و شنوندگانتون، سپاسگزارم از فرصتی که دادین. در مورد این بیانیه، 4 هفته پیش 14 تن فعال مدنی سیاسی در داخل کشور بیانیه رو منتشر کردن. میخوام یه بخشش رو با بینندگانتون به اشتراک بذارم. در این بیانیه اومده که نظام حاکم هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی هایش اصرار میبرزد و هم بر استبداد فردی و گسترش حدود اختیارات رهبری، و می نویسه که گواه این مدعا، بعد ادامه میده، میگه آنجا که قرار است 2 قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند بر اساس همین اختیارات بیدر و پیکر رهبر و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسین را مقید به فرامین رهبری می کنند و کلیه اعضا و ساختار این شورا می شوند نگهبان حریم و حفظ قدرت رهبر. چنانچه در یک قلم رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می شود، نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می کنند این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد، آنها هم کاری نیستند. خب ببینین، این فعالان به درستی مشکل مملکت رو تشخیص دادن و خواهان استعفای آقای خامنه ای و دگرگونی و تغییر قانون اساسی شدن. چند روز بعد 14 فعال حوزه زنان در داخل کشور یک دونه اعلامیه منتشر میکنن و خواستار استعفای خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی میشه. از دید من، خادجانم که از دید خیلی از هممیهنانمون، این حرکت هر دوی گروه، چه 14 فعال مدنی سیاسی و چه 14 فعال حوزه زنان در داخل ایران، با علم به این که زندان، شکنجه و حتی مرگ میتونه در انتظارشون باشه، واقعا قابل تقدیره، یک حرکت شجاعانه و با شهامته. ولی متاسفانه من مشکلم اینجا شروع میشه که همیشه یک عده فرصت طلب استفاده چی میخوان از این مسائل سوء استفاده کنن و به قول خودمون کلاهی از این 90
به دست بیارن. 14 زن مقیم خارج از ایران با امضا و انتشار یک نامه‌ای از اینها پشتیبانی کردن. تا اینجا مشکلی نیست. ولی چرا با کمال تأسف؟ برای اینکه در میان این 14 تن خارج از کشور کسانی هستند که سرشون در آخر آمریکا و عربستان و در توبره اسرائیل، که نه تنها کمکی به اون فعالان حوزه زنان در ایران نمی‌کنه، بلکه موقعیت و جایگاه اونها رو در ایران میبره زیر پرسش. ببخشید، منظورتون اون 14 خانمی که آمدن امضا کردن، یا اون 14 نفر اولی، یا اون 14 نفری که از خارج اعلام پشتیبانی کردن؟ براو، آخرین 14 خانومی که در خارج از اینها حمایت کردن، در بین اونها چنین اشخاصی وجود داره و این برای اون زنهایی که در ایران اینو نوشتن و امضا کردن میتونه خیلی خطرناک باشه. من نمیخواستم در موردش بیشتر از این بگم، مگر که پرسشی باشه در هم دربارش گفتگو کنم. چرا اسماشونو نمیگیم که اگر کسی نمیدونه اونام بدونن؟ نه، شما بهتر میدونین که من هیچ وقت به اشخاص مستقیما با نام چیزی رو نمیگم، برای اینکه اون از حوزه اختیارات من بیرونه. من فقط میخوام اینو دوستانمون بدونن که همه چی رو یه مقداری دقیقتر بهش توجه کنن و با گوگل کردن و با نگاه کردن به مسائل خودشون میبینن. حتی بهتون قول میدم که اکثر بینندگانتون اون 14 زنی که در خارج از ایران، یعنی در آمریکا، اونو امضا کردن، نامشونو بخونن، بلافاصله میدونن که بعضیاشونو شناسایی میکنن. خب، من اسمشون و عکسشون در جای مختلف هست. از شما ممنونم. از دوستان خواهش میکنم که اگر کسی لینک این اسامی رو میتونه پیدا کنه روی صفحه بذاره تا ما هم نگاه کنیم و در موردشون صحبت کنیم و اگر چیزی میدونیم به دیگران هم بگیم. آقای لادن، شما تعجب نمی کنید که حالا میتونیم بگیم 14 نفر اول تصادفی بوده، 14 نفر نشستن، ولی 14 نفر بعدن از خارج اینا رو پشتیبانی کردن، از جمله آقای هادی خورسندی. حالا 14 نفر زن، اینا چیه؟ اینا میخوان خودشون رو به 14 محصوم ببندن؟ یعنی این همه میلیون آدم، همین 14 که میشه میگه بس دیگه، اتوبوس پر شد، میگه من چه لبخندی شما میزنی؟ بفرمایید. خب این پرسش بسیار بجا و درسته و پاسخش نیاز به جام جهان نما داره، ولی چیزی که مسلمه، شما اشاره کردید به 14 معصوم، برای اینکه یکی از دوستان که داشت از من میپرسید، اولین چیزی که به ذهن من اومد 14 معصوم بود و اون اینه که ما در میهنمون بعضی چیزا جا افتاده، مثلا 5 تن یا نمیدونم 72 تن. این 14 معصوم هم از اون نظر، حالا من نمیدونم که آیا احیانا این فعالان مدنی سیاسی چنین چیزی در ذهنشون بوده یا نه، شاید اتفاقی 14 نفر شدن، ولی 14 نفرهای دیگه دارن فکر میکنن با احترام به حرکت اول میخوان یک حالت مساوی داشته باشن. من با اینکه ما بیایم از دیگران، از حرکتها پشتیبانی کنیم، حمایت کنیم، اصلا مشکل ندارم. من فقط با کسانی مشکل دارم که همیشه دنبال یک استفاده‌ای هستن و اون واقعاً تأسف‌آور. خیلی ممنون. آقای فرهاد زمانیان از ایران به شما سلام میکنن. یه دوست دیگه نوشتن که معمار صادقی کیست؟ بکنم مریم صادقی رو ایشون میگه تا بقیه رو بشناسید. بله، اگه اون خانم باشه جزء اینا، کسیه که میگه که جنگ خوبه چون همیشه بعد از جنگ صلح میاد. منم به شوخی گفتم خب آتش سوزی هم خوبه، بعد از آتش سوزی خانه جدید گیرتون میاد، بهتره شما به جای اینکه به همسرتون بگید خونه رو ریمادل کن، بگه عزیزم بیا این بنزین رو بریزیم، آتش بزنیم و به اصطلاح یه خونه جدید بسازیم. ماجرای این 14 نفر و 14 نفر و اینها، باز من متاسفم که بعد از 40 سال تازه در ایران، حالا یا تصادفاً یا عمدن یا هر چیزی، 14 نفر حاضر شدن یه نامه بنویسن. ولی خود شما قضاوت کنید،
نامه رو برمیدارن، درست نامه سرباز هست و اینا برای اینه که تو تاریخ بمونه، ولی مینویسن به دیکتاتور که آقا شما بیا استعفا بده. شما در تاریخ، چه تاریخ اخیر چه اون، شما خیلی دانشت زیادتر از منه و میخونی، سراغ دارید که با نامه با لوحه یه کسی نوشته باشه و فرستاده باشه و دیکتاتور یه دفعه بگه ای داد بر من، بیدار بشه و بره آب توبه بریزه و از فردا دموکرات بشه؟ بفرمایید. منم مثل شما چیزی نه خوندم نه دیدم که همچین مطلبی رو بهش اشاره کنه و چنین اتفاقی افتاده شده باشه. ما چرا راه دور بریم؟ نگاه کنین به نامه‌ای که در اون دو ماه پیش از سرنگونی سلطنت شاه به شاه نوشته شد، کوچکترین توجهی نشد و حتی دنبال این بودن که اونا رو هم بندازن زندان بشه بقیه. ولی من تنها چیزی رو میگم نباید دست کم گرفت اینه که حداقل 14 نفر پیدا شدن که اولا درد رو تشخیص دادن، راه علاج رو گفتن، ولی که گام اول که این آقای خامنه‌ای باید بره کنار، این قانون اساسی باید تغییر کنه، ولی و باید شهامتشون و شجاعتشون واقعا تقدیرآمیز. ولی مسئله اینه که پشت این چیز دیگه نیست، یعنی حرکت ادامه نداره، پیوسته نیست. حالا خیلی هم جالب بود که 14 تا زن هم در ایران چنین حرکتی رو کردن و من اینا رو همه رو مثبت میدونم. فقط و فقط مشکل من با اون بود که اشاره کردم. خیلی ممنون. شما ضمن صحبتاتون من به این فکر افتادم که این حرکت هایی که به وجود میاد، این نامه هایی که نوشته میشه، میبینیم متاسفانه یه سری آدم ها هستن همیشه به قول شما که گفتید منتظر هستن موج سواری کنن، همیشه میان امضا میکنن پشت این چیزا وای میسن، ولی باز فردا، اینم شما گفتید، فردا هیچ خبری نیست، نه از اون جنبش اولی نه از اون موج سوارا. در این باره نظر شما چیه و چه باید کرد؟ من امروز صبح یه دونه ایمیل دریافت کردم از یکی از دوستان فعال که چند تا از اون 14 نفر امضاهاشون رو پس گرفتن. حالا من خودم هنوز دنبال نکردم که بتونم قطعا بگم کی چی چجوری، ولی چند تاشون امضاشون رو پس گرفتن. از اون 14 فعال حوزه زنان هم هفته پیش دو نفرشون رو دستگیر کردن. امضا پس گرفتن با دستگیر شدن میتونه دو تا چیز متفاوت باشه. دستگیر شدن، خب رژیم نمیخواد کسی جلوش بایسه و به چالش بکشش، ولی امضا پس گرفتن بعضی وقتا میتونه برای این باشه که میبینن که غیر از این که ممکنه برای خودشون مشکلی در پیش اومده باشه، شاید در بین 14 نفر تفرقه پیش اومده. که حالا وقتی در مورد صحبت زیبا کلام صحبت میکنیم به اشاره بهش میکنم. خیلی ممنون. قبل از اینکه بریم سراغ صحبت آقای زیبا کلام، دوستی نوشته که شما یک اپوزیسیون با سواد و عاقل و دغدغه‌مند منافع ملی نمیتوانید پیدا کنید. البته به نظر آقای لادن جبهه جمهوری دوم به اصطلاح یک اپوزیسیونی که میتونید بهش اعتماد کنید و ایشون هم حمایت میکنند. ضمناً این اندیشکده که وبسایتشون آدرسشون رو می‌نویسم، دوستان حتما نگاه کنید. من ضمناً صفحه فیسبوک آقای لادن رو هم در طی برنامه نشون میدم، حتما مستقیما باهاشون در تماس باشید. اونجوری هم نیست که ناامید باشیم، یک نوری در آخر این تونل هست. بفرمایید آقای لادن درباره این آقای صادق زیبا کلام، و اگر لطف کنید کلا نظرتون رو راجع به این شخص بگید، بعد بیاین در باره این صحبتی که درباره اپوزیسیون کرد. حتما یه اشاره به کامنتی که این دوستمون دادن. خب ببینین، ما باز دوباره از نظر فرهنگی همه چی رو با سوء نیت و سوء ظن نگاه میکنیم، و اونم به خاطر اینی که خیلی مشکلات و بلاها سرمون اومده و ما رو اونطوری کرده. ولی برعکس گفته ایشون،
در میون ایرانی ها، نه فقط گروهی که من به اون وابسته هستم و باهاشون کار میکنم، در میون ایرانی ها اشخاص بسیار پاک و سالم وجود دارن و با عشق و از خودگذشتگی برای میهنشون گام برمیدارن. آقای زیبا کلام برای آگاهی کسانی که احیاناً ایشون رو نشناسن، یک بخشی از نظامه، طرفدار نظام، با جناب آقای رفسنجانی بوده که فوت کرده و نونش و زندگیش و هستیش از نظام. این خلاصه شروع مطلب. ایشون هفته پیش یک گفتگویی داشته و این مصاحبهش اینطوری شروع میشه، میگه که من با این پرسش که طی سالهای اخیر در ایران و خارج از کشور مطرح شده اساساً مشکل دارم. اینکه ما بگوییم آیا نظام سیاسی حاکم بر ایران اصلاح پذیر است یا نیست، من طرح پرسش را به این شکل اساساً درست نمیدانم. ما باید تمام تلاش خود را به کار ببریم تا اصلاحات را در درون نظام به وجود آوریم، به این معنا که ضمن حفظ این نظام موجود ما میخواهیم آن را اصلاح کنیم. واقعا جالب. من پرسشم از جناب زیبا کلام اینه که شما اصلاح طلبها که هم به نظام معتقدی و هم به اصلاحات درونی نظام و سالها در دولت و مجلس حضور داشتین، چه کار مثبتی انجام دادین و دستتون بر اومده؟ آیا فساد کاهش پیدا کرده؟ اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته؟ وضع مالی مردم تغییر مثبتی داشته؟ مردم از حقوق شهروندی برخوردار شدن؟ جامعه مدنی شکوفا شده؟ شما پس از 40 سال چه کرده اید که ما امروز از شما بیاموزیم و راهتان را دنبال کنیم؟ ایشون در ادامه میگه که بزرگترین نقص اپوزیسیون برانداز این است که خودشان اجماعی ندارن. یعنی اشاره میکنه به این که در بین اپوزیسیون پراکندگی وجود داره، درسته، ولی هیچ تفاوتی با داخل کشور نداره. اینجاست که گفتم میخوام اشاره کنم بهش، این داستان جالبی که 2 روز پیش اومده در ایران. یک حزبی به نام جمهوریت ایران اسلامی به رهبری قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی اعلام موجودیت کرده، یعنی از شکم حزب اعتماد ملی حزب تازه تأسیس جمهوریت ایران اسلامی اومده بیرون. حالا داستان چیه؟ یک کنگره تشکیل داده حزب اعتماد ملی و یک انتخاباتی داشته، 2 تا کاندید بوده، یکیشون برنده میشه یکیشون میبازه. به جای اینکه به اون دست بده بهش تبریک بگه، خودشو دار دستش انشاب میکنن، غر میکنن، میرن و میان حزب جدید رو درست میکنن. یعنی داستان اینه که این، من میگم مختص به اپوزیسیون نیست، برای که موضوع یه پدیده فرهنگیه. ما ایرونی ها هممون باید رئیس باشیم، وگرنه غر میکنیم، انشاب میکنیم و میریم دنبال کار خودمون. البته آقای لادن همینجا میگن که همه رئیس هستن و به اصطلاح لشکر کسی نیست و اینا، اون ضربان مثل حتما میدونید. ضمناً یکی از دوستان روی فیسبوک نوشتن که ما باید اینها رو آنها رو سپورت کنیم. نمیدونم منظورشون آنها اون 14 نفرن که الان شدن 12 نفر و میشه به شوخی بگی حالا دیگه 14 معصوم نیستن، 12 امامن، یا این که منظورشون این جبهه به اصطلاح جمهوری دومه. اگه لطف کنن اینو بنویسن. منظورشون نمیدونم، ولی اگر دارن درباره 2 تا 14 گروه در داخل کشور صحبت میکنن که من چند بار تکرار کردم باید ازشون پشتیبانی کرد، کارشون درسته، تقدیرآمیزه، مرض و تشخیص دادن، ولی اگر دارن درباره 14 نفر زنی که در خارج از کشور از اینا پشتیبانی کردن صحبت میکنن، من به هیچ عنوان پشتیبانی نمیکنم و دلیلم هم ارائه کردم.
آقای لادر، شما وقتی نظرتون رو میگین به عنوان شخص نظر میدید یا به عنوان مثلا سخنگوی اندیشکده یا به عنوان سخنگوی جبهه دوم، جمهوری دوم که شما نیستید؟ نه سخنگو نداره جبهه، و من نظر خودم رو میگم و هر جایی که نظر اندیشکده یا جبهه باشه اعلام میکنم، و اگرنه دارم نظر لادن رو میگم. بله خیلی ممنون. خب حالا اگر این دوستمون منظورش حمایت از اون 14 نفر باشه، اون 14 نفر رو چجوری میشه حمایت کنن؟ این دوست ما همینجاست، خارج آمریکاست. بله از کدوم 14 نفر؟ 14 نفر ایرانی که شما میگین باید حمایت بشن. ببینید، کسانی که در داخل ایران دارن کار میکنن، نحوه حمایت کردن ازشون اینه که در همه الان امروز در در شبکه های اجتماعی دست دارن و کار میکنن، یعنی دیگه هیچ کار نداشته باشن توی فیسبوک یا تو تلگرام این منور هستن، یعنی بیسن بگن که اون 14 نفر رو بیانیهشو بذارن یا نامشونو بذارن یا حتی بنویسن من فرض کنین هر کسی لادن از این حرکت 14 نفر پشتیبانی میکنه. خب اگر هزارها صدها هزار انسان این کار بکنن، این یه چیز مثبتیه، یعنی هر کسی میتونه در حد توانایی خودش یه گامی برداره. آیا این 14 نفر پتیشنی، توماری میبینیم که این روزا خیلی رسمه و خیلی هم به اصطلاح آسونه از طریق اینترنت درست کنن، چیزی هست که کسی که بخواد سپورت کنه، حمایت کنه؟ بله هم هست و همین که اشخاص میتونن به وجود بیارن، برای اینکه هر کسی این توانایی رو داره. من یه مثال شدید اومد تو ذهنم براتون بگم. یه برنامه مفتزه تلویزیونی در آمریکا بود که یک پدری بود و یک همسری و دو تا یه دختر و پسر نوجوان. این به شدت در این برنامه اون نقش پدر نقش مفتزهی بود و یه آدم احمق تو سر خورد، واقعا لاعبالی. منظور تو فیلم مرید وی چیلدرنه؟ چی بود اسمش؟ بله بله چف. یک خانم خاندار در آمریکا، یه آدم معمولی در آمریکا. میخوام نشون بدم که هر کسی توانمند، قدرت داره. این از این برنامه به شدت دلگیر بود و میگفت اون چیز خانواده رو ضعیف میکنه، اون توانمندی و یکی بودن خانواده رو تضعیف میکنه، و شروع میکنه نامه نگاری، نگاه میکنه به کسانی که نامهاشون اونجا هست، همه رو یادداشت میکنه، به اون شرکت هایی که از اینا طی اون برنامه نیم ساعته تبلیغات میذارن همه رو یادداشت میکنه، ده ها نامه، صد ها نامه مینویسه، آروم 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 شناخته میشه، اشخاص شروع میکنن بهش پاسخ دادن، کارش میرسه به جایی که باهاش مصاحبه میکنن، میبرنش تو تلویزیون، و اون یک سری از کسانی که اجناسشون رو در اون برنامه تبلیغ میکردن تبلیغاشون رو میکشن بیرون و بالاخره موفق میشه. من میگم حتی یک نفر توانایی داره که یک کاری رو انجام بده، یه چیزی رو، یه حرکتی رو به وجود بیاره. ما ایرونی ها فکر میکنیم که این توانایی رو نداریم، برای اینه که یه عده ایرونی گمراه سینه میزنن که آمریکا و اسرائیل بیان به ایران حمله کنن. بله خیلی ممنون. شما درباره اون خانم گفتید، اولا این فیلم رو من وقتی که یکم انگلیسی یاد گرفتم نگاه میکردم و از نظر من فیلم جالبی بود، چون یه چیزایی رو در زندگی آمریکاییان نشون میداد که واقعا ماها که خارج فکر کردیم اینجا به اصطلاح زمین سبزی هست و آسمونش رنگ دیگه هست، دیدیم نه خیر اینجوری هم نیست، و مثلا یه آدمی به این حماقت میتونست بابای اونها باشه، اون دختره زندگیش چجوری بود و اینها، و هیچ وقت خبر نداشتم که یک خانمی شروع کرده بود مخالفت. ولی بذارید یه چیز جدید رو بهتون بگم، حتما شما هم شنیدید که بیش از 300 هزار نفر تا امروز یک نوشته ای رو امضا کردن که اسم خیابون رو که دونالد ترامپ منزلش، آپارتمانش توی اون هست و توی تبلیغات
ریاست جمهوری میگفت که من اگر برم توی 50 استریت و شلیک کنم، شوت کنم یه نفر رو بکشم، منو نمیتونن بگیرن و کسی کاری بهم نداره. این خانمه به شوخی به مسخره گفته یعنی برای که ترامپ رو اذیت کنیم بیایم اسم این خیابون، اون قسمت خیابون رو که فیفت استریت هست، فیفت اونیو هست، عوض کنیم به پرزیدنت باراک اوباما. و الان یه حرکتی را افتاده که اتفاقا باز همین که شما میگید، تلویزیون ها با این خانم چپ و راست مصاحبه میکردن و خودش هم گفت خب من اینو اول به شوخی را انداختم، ولی حالا که به اینجا رسیده پیگیر بشیم ببینیم اگه بشه شهردار نیویورک این خیابون رو عوض کنه اسمش رو. و چقدر جالب میشه که دونالد ترامپ آدرسش رو بنویسه ترامپ تاور ات پرزیدنت اوباماز اونیو. البته از نظر من اوباما دست کمی از اینا نداشت و هر دوی اینها شاخه های یک درخت بوده و هستن. من ساکت میشم، شما بفرمایید. من اگه میخواین ادامه بدم اون آقای زیبا کلامو یا بریم روی برنامه که گفتیم؟ بفرمایید درباره آقای زیبا کلام. در ادامه اون مسئله که من داشتم به آقای زیبا کلام میگفتم، این چیزی که شما میگی در اینجا پراکندگی وجود داره، در ایران هم همینه، برای اینکه این مسئله فرهنگیه. بخش دومش که این مسئله پراکندگی وجود داره، دیدم که نمیدونم اینو بینندگان در چه حد باهاش آشنا هستن که ما در ایران 240 حزب سیاسی داریم که در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور به صدر رسیده. نه دوتا، ستا، چهارتا، بلکه 240 تا حزب. خب این همونه، این نشون میده که وقتی حزب باید میکنی میخوای خودت رئیس باشی، بنابراین نفر دیگه هم که مثل شما فکر میکنه میره حزب خودشو باز میکنه. این برمیگرده به اون مسئله پراکندگی. آقای زیبا کرام یه سری مسائلی رو در مورد اپوزیسیون مطرح میکنه و ایرادهایی میگیره در زمینی که مرتب تکرار میکنه اشکال از اپوزیسیونه نه از رژیم. خیلی جالبه، اپوزیسیون چیزی در دستش نیستش که اشکال در مملکت به وجود آورده باشه. و ایشون میگه که بهترین راه همون راهیه که ایشون 40 سال پیمودن. ایراد، بعد مینویسه ایراد عمده اپوزیسیون این است که تنها به براندازی فکر میکند و اعتقادی به اصلاحات ندارد. در اینجا یه چشمکم میزنه به سلطنت طلبا، میگه که بزرگترین اشتباه ما به عنوان اپوزیسیون دوران پهلوی این بود که صرفاً به کنار زدن شاه فکر میکردیم. پاسخ من به ایشون اینه که اولا این فرضیه که ایشون گفت نه عمومیت داره و نه درسته. برای مثال مصدق بارها به شاه گفت اعلیحضرت باید طبق قانون اساسی سلطنت کنند نه حکومت، و پس از کودتای 28 مرداد جبهه ملی و ملیگراها 25 سال در این راستا مبارزه کردند. رهبرانشون طی اون دوران از یه زندان به یک زندان، از حصر خانگی به محدودیت کاری و تبعید، زندگیشون اونطوری میگذشت، ولی تلاش میکردن و میگفتن که سلطنت باید در چارچوب قانون اساسی باشد. پس بنابراین کنار زدن سلطنت نبود، دقیقاً خواستار اصلاحاتی بودن که آقای زیبا کلام اونو داره انکار میکنه. در ادامه ایشون مینویسه اپوزیسیون امروزی هیچ چیز مثبتی در نظام جمهوری اسلامی نمیبیند. اپوزیسیون در مجموع فقط به دنبال یافتن نقاط ضعف، کاستی‌ها و تنگناهای حاکمیت است. خب پرسش من از ایشون اینه که کدوم چیز مثبت؟ شما و ملاهای حاکم از آغاز با ایران و ایرانی در تضاد و دشمنی بودیم. جمهوری اسلامی نه ارزشی برای ایران قائله و نه ارزش و اعتباری برای ایرانی. با گفته خمینی شروع میشه. خمینی میگفتش که ایران وجود ندارد، هیچ چیز جز اسلام وجود ندارد. نظام فقاهتی اصلا پا
پایش بر این اساسی که یعنی فرضیش استواره بر این که مردم شعور تشخیص خوب از بد، البته میگه توانایی خوب از بد رو ندارن و باید تابع روحانیت باشن. این فرضیه این مملکت. مهدی بازرگان که نزدیکترین شخص به خمینی و به انقلاب بود، از زبان خمینی می‌نویسه خط مشی امام، توجه خاص به اسلام و مسلمانان و کنار گذاشتن یا فرعی شناختن ایران و ایرانیان بود. ببینید این دیگه از زبان خود اشخاص خودشونه. مصاحبه کننده از آقای زیبا کلام میپرسه شما مرز اپوزیسیون و برانراز را چطور تفسیر میکنید؟ ایشون پاسخ میده برانداز کسی است که با این جمع‌بندی باور و به این جمع‌بندی باور و اعتقاد رسیده که نظام جمهوری اسلامی هیچ راه و هیچ امیدی برای پیشرفت و ترقی ندارد و فقط و فقط باید آن را سرنگون و نظام دیگری را جایگزینش کند. با این برآورد موافق هستم و باور دارم که براندازی تنها راه رهایی است. اگه دوست دارین ادامه میدیم، اگر نمیتونیم گفتگو. فقط اجازه بدیم من در این مورد صحبت کنم که شما میگید که این آقا داره تاریخ رو تحریف میکنه، چون در زمان شاه به دلیل اسنادی که وجود داره مخالفین پیشنهاداتی دادن بر به اصطلاح دال بر این که رفراندوم کنید و چون شاه و دستندرکاران اون کار رو نکردن به اصطلاح منجر شد به فروریزی حکومتشون. درست فهمیدم؟ در یک چارچوبی کاملا و اون اینی که فقط صحبت از رفراندوم این حرفا نبود، چون یه سال دو سال نبود، 25 سال بود. بله. از چیز 28 مرداد تا سرنگونی رژیم سلطنت 25 سال، 25,000 نوع گفتگو با حکومت شد، برای اینکه دادگاه نظامی بود، اعلامیه داده میشد، اینا رو باشون بازجویی میکردن، اینا در بازجویی میگفتن، در دادگاه های نظامی میگفتن که بابا. یه دفعه در برنامه‌تون گفتم که آقای صدیقی وزیر کشور مصدق در دادگاه نظامی اولین حرفش این بود که این تابلو چیه زدین اینجا؟ خدا شاه میهن. در کجای دنیا شاه از میهن مهمتره؟ اگه منو بعد اعدام کنین من به این اعتراض دارم. یعنی این اینجور چیزها رو به این آقا گفته بودن. اینا حالا نمیدونم دیگه همه مسائل شاه گوش میداد و مطالعه میکرد یا نمیکرد، چون من نمیدونم، ولی اینقدر میدونم که بارهای بارها هم نوشته هم زبانی گفته شده بود که شاه باید طبق قانون اساسی سلطنت کنه نه حکومت. ولی شاه، باز اینو در برنامه شما یک بار اشاره کردم که در جلسه هیئت وزرا میگه من سرچشمه تمام قدرت در کشور هستم. یعنی این لویی 16 که تکنیکت خدای فرانسه است. بسیار ممنونم. این دوستمون از ایران نوشته همین 14 نفر اگر قرار بشه یک نفر رو به عنوان رئیس انتخاب کنن محاله و به قول معروف از هم میپاشه. شما نظرتون در این باره چیه؟ اصلا احتیاجی هست کسی رئیس باشه؟ ببینید اتفاقا من فکر کنم دیده ایشون خیلی دیده به جاییه، برای اینکه مسئله فرهنگیه. اشاره کردم وقتی فرهنگی یعنی همه ما رو در بر میگیره. ما هیچ کدوم از کره مریخ نیومدیم، از شکم اون فرهنگ اومدیم بیرون، بنابراین هممون اون مشکلات و کمبودها رو داریم. و من اتفاقا توی جلسات اندیشکده به قول خودمون یخه کسی رو که بخواد خودشو تافته جدا بافته کنه میگیرم. یا بعضی وقتا کسانی هستن که میگن اگر ایرانی ها درست بشن همه چی درست شه. من ازش میپرسم تو خود چی هستی؟ مگه ایرانی نیستی؟ مگه اصلا اون جامعه بیرون نیومدی؟ ببینید منظورم از این نحوه گفتگو اینه که باید بپذیریم که هممون این مشکلات داریم، اون مشکلات رو شناسایی کنیم و از خودمون دور کنیم.
نه اینی که نمیشه تغییر کرد، 100% میشه، ولی بدون شناخت نمیشه، بدون آگاهی نمیشه. من فکر کنم در ضمن این پرسشی که ایشون کرده، من یه پاسخ دیگه هم دارم، با اون اینه که چه اشکالی داره که 14 نفر بشن شورای رهبری؟ نیاز نیست یه نفر انتخاب کنن. ما باید از این مسئله فردگرایی، مطلقگرایی، قهرمان پروری، دنبال کابه و رستم بودن خودمون بکشیم کنار. این یه باید درس عبرتی باشه برای کسانی که دنبال رضا پهلوی سینه میزنن. آقای لادن، هفته پیش دوباره سر صدا های درباره دریای خزر، دریای شمال به اصطلاح این ور اون ور بلند شد و طبق معمول تومارها و جنبش‌های یک نفره و چند نفره برن بگیرن و اینها. من ندیدم شما مثل که تمایلی ندارید در این مورد صحبت کنید. میشه دلیلش رو بپرسم ازتون؟ نه، حساب تمایل نیست. ببینید، اولا که کسانی که فکر میکنن ما 50% دریای خزر یا بحر مازندران رو داشتیم آگاه نیستن، ناآگاه هستن. هیچ وقت هم چیزی نبود. اون تمام اون منطقه اطراف هر کدومشون یک سهمی از دریای خزر داشتن. این یک. دو، آیا این حکومت اسلامی بخشی از چیزایی که به ما متعلقه دست دادن؟ شک و تردیدی نیست. ولی شاه هم داد، رضا شاه هم داد، دوران قاجار هم دادن. متاسفانه وقتی شما در ضعف هستی و نیازمندی، بده بستون میکنی به آدمی هم که ضعیف، طرف ضعیف هم همیشه سرش بالا میره. برای مثال شما برجام رو دست کم نگیرید. برجام یکی از بدترین قراردادهایی که ایران بسته. درسته که حالا این ترامپ مثل خاطر چموش جفتک انداخته، ولی برجام به ضرر ایرانه. برفض اینا میخوان از اون ضررم بدترش کنن، میخوان ایران رو خل سلاح کنن. بله، پس شما درباره دریای خزر این صحبتایی که دوستان میکنن میگید که بیشتر از اطلاعات غلط سرچشمه میگیره، نه؟ همون، همین که یک عده‌ای دارن این سازو میزنن که منظورای دیگه دارن و ربطی به دریای خزر نداره و من نمیخوام در اون چارچوب حرکت کنم. یعنی مشکل کشور ما الان دریای خزر نیست که آیا ما حالا فرض کنیم 1% از دست دادیم یا ندادیم. نه، مشکل ما چیز دیگه است. و ما اگر با مشکل اصلی مبارزه نکنیم و مقابله نکنیم و اون مشکل رو از میون بر نداریم، همه کشورمون در معرض خطره، در معرض کوروپاشیه، در معرض تیکه تیکه شدنه. وقتی تیکه تیکه شد چه فرقی میکنه که دریای خزر ما 10% داریم یا 20%؟ بسیار ممنونم از شما، بازم تشکر میکنم که با ما بودید. دوستان عزیز، اگر مایل بودید که با آقای لادن در تماس باشید، این صفحه فیسبوکشون هست، همین خود اسم خودشون خیلی ساده، امیر اچ لادن، و وبسایتشون هم من بهتون نشون میدم، در همه برنامه هم زیر اسم، زیر تصویرشون بود، اندیشکده.net، یادتون باشه .net. و من فقط تشکر میکنم از شما و اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر نه آخر هفته خوبی براتون آرزو کنم. سپاسگزارم. فقط میخوام گفته پایانی این آقا رو برای بینندگان بفرمایید. من هیچ امیدی به اپوزیسیون برانداز چه در داخل کشور چه در خارج از کشور ندارم و تنها راه تغییر و تحول و اصلاحات در درون خود نظام جمهوری اسلامی میبینم و پاسخ من به ایشون اینه که اتفاقا ما نیز هیچ امیدی به اصلاح طلب و اصولگران نداریم و مانند اتمام حجتی که ملت ایران در بیش از 70 شهر با رژیم کرد و گفت اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، همراه هستیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. اوقات خوبی داشته باشید. آخر هفته خوب و امیدوارم هفته آینده باز با شما باشیم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. روز خوب.
خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم که از اندیشکده هستن و اندیشکده .net وبسایت ایشون و دوستان و یارانشون هستن. شما میتونید با ایشون تماس بگیرید اگر نظری دارید، اگر به اصطلاح عقیده‌ای دارید یا سوالی دارید میتونید مطرح کنید. خب آقای سعید کاووسی هم طبق معمول دیر آمدن ولی زود نظر دادن، نوشتن که این آقا هیچ شناختی از ایرانی ندارد و مشکل اصلی 90 میلیون ایرانی است، ولی تا امروز آقای کاووسی پیشنهادی برای چه باید کرد نداشته به جز اینکه فقط بریم یه آینه پیدا کنیم و داخلش رو نگاه کنیم. والا من که هر وقت میرم نگاه میکنم میگم آقا این عجب پیر شدی دیگه یادم میره برای چی آمده بودم تو آینه نگاه میکردم. خب دوستان عزیز، ساعت 3:40 هست، اجازه بدین 20 دقیقه دیگه هم با شما باشیم. ساعت 4 میریم برنامه های آقای حسن ارشاد رو که از ایران تهیه میکنن و ارسال میکنن نگاه میکنیم با هم. ایشون هم شماره تلفنش از اول برنامه تا آخر برنامه هست، میتونید باشون تماس بگیرید و برنامه شماره 235، ماشاءالله آفرین به این پشتکار. و اما ایستگاه خبر رو دیدیم، 6 دختر آزادی رو دیدیم. این دوستمونم نوشته بازرگان از جبهه ملی بود، جبهه ملی و نهضت آزادی. من نمیدونم شما فکر کنید این چیزها رو فقط شما میدونید. خب ما میدونیم، خب بود که بود. حالا به قول آقای لادن میگه الان 240 تا حزب توی ایران هست که احتمالا هیچ کدومش 4-5 تا هم عضو نداره. خب اون موقع هم 3-4 تا سازمان بودن که اینها هم دست و پا شکسته فکر میکردن اینها سازمان های سیاسی هستن، اجتماعی هستن. جبهه ملی بود، حزب ایران نوین بود، اون بود که بعد شاه گفت همه رو تعطیل، حزب رستاخیز. که حزب رستاخیز رو شما میتونید بگید تیشه به ریشه سلطنت خودش بود. ممنون و متشکرم. بعض وقتا یه چیزای اضافی رو هی ننویسید. حالا دلیلش هم بهتون میگم که من که اینجا نشستم مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 نفر رو میتونم داشته باشم. اصلا بذارید بهتون نشون بدم این سفر رو. ببینید وقتی یه نفر هی چپ و راست، ببخشید اینو میگم، زرت و زرت یه چیزی مینویسه، خب اصلا هم جا رو میگیره. ببینید این صفحه فیسبوک من هست و این بغلش هم نگاه کنید، این بغلش هم اسامی چند نفری که پیام میدن. خب خودتون نگاه کنید آقا کجای دنیا یه نفر هی تق تق تق. اون روز آقا خانم میلانی بود، حالا امروز شما هستین و مثل این که اصلا شما هیچ چیزی ندارین، فقط نشستین یه نفر بیاد یه چیزی رو عنوان کنه شما در موردش صحبت کنید. چون اگر چیزی داشتید که میخواستید در موردش صحبت کنید قبلش تماس میگیرید، قبلش به اصطلاح پیام میذارید، یه چیزی رو میفرستید. اینا این خیلی ممنون، مثلا اینم اون روز پیام گذاشتن که من این ویدیویی رو که شما فرستادی برای دوستانم فرستادم. خب خیلی ممنون. فیسبوک به من میگه فلانی شیر کرد، فلانی ارسال کرد، فلانی اینجوری. ما بلد نیستیم، ما هنوز از این سوشال میدیا، از این رسانه‌های اجتماعی اینها بلد نیستیم استفاده کنیم و یکی از ضعف‌هامون هم همینه. و اما حرف بزنی دوستان ناراحت میشن، حرف نزنی خودت ناراحت میشی و خودت رو میخوری. این هم از این ماجرا. 20 سال زمامداری پوتین رو براتون خوندم. و اما 10 پرونده رسوایی اخلاقی در ایران از حسینی اخلاق، من نمیدونم، از حسینی اخلاق در خانواده تا شهردار صدرا. حالا ببینید این حسینی اخلاق دیگه یعنی چی. خب اجازه بدید که اینجا نوشته 10 پرونده رسوایی اخلاقی در ایران. اینجا یکیش این آقایی بود که قرآن خوندن رو یاد بچه های مردم میداد و درست همین کاری رو که اینجا این کشیشا به سر این پسرای بیچاره میارن، اینها هم اینم اونجا این کار رو انجام میده. خب 3 فیلم رسوایی جنسی استانداری سابق کوهگیلویه و بویراحمد، شهردار صدرا و یک استاد دانشگاه تربیت مدرس در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. این 3 فیلم
در روزهای اخیر. اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم تا من بخونم، اگه یه جا هم اشتباه میخونم نمیدونم، شما این نوشته ها رو میتونید ببینید یا کیفیت اونجوری نیست که شما بتونید ببینید و بخونید، مخصوصا این روزا که بعضی ها از تلفن های کوچیک استفاده میکنن، میشه گفت فقط تبدیل شدیم به رادیو. این سه فیلم در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی بارها به اشتراک گذاشته شده است. به غیر از فیلم منسوب به شهردار صدرا در شیراز، صحت دو فیلم دیگر تایید شده است. یکی از نزدیکان استاندار سابق کوکیلو بورحمد گفته برای این مقام سابق دولتی تله گذاشتند و با فیلمبرداری از رابطه جنسی او با زنی که صیغه اش بود قصد داشتند از وی اخاذی کنند. درباره فیلم رابطه جنسی یک استاد دانشگاه تربیت مدرس هم محمد تقی احمدی رئیس این دانشگاه آن را تایید کرده و گفته که بازگشت این استاد به دانشگاه را صلاح نمی‌داند. از شهردار صدرا در شیراز هم دو فیلم متفاوت در ارتباط با زنی منتشر شده که هنوز مقام‌های مسئول درباره آن اظهار نظری نکردند، اما گزارش‌ها از بازداشت این شهردار حکایت می‌کند یا حکایت دارد. رسوایی جنسی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی یا چهره‌های سرشناس سیاسی موضوعی تازه در ایران نیست. طی 40 سال گذشته دست کم 10 پرونده رسوایی جنسی یا اخلاقی در ایران خبرساز شده. من هنوز دارم دنبال این تیتری میگردم که این بالا نوشته بود حسینی اخلاقی. ببینید، از حسینی اخلاق در خانواده تا شهردار صدرا. ببینید شما اگه نمبینید این بالاست. میخوام بهتون بگم نوشتنها مثل صحبتامون هم غلط غلوط شده، قبول کنید. حالا این حسن اخلاق بوده چی بوده شده؟ نگاه کنید اینجا، از حسینی اخلاق در خانواده تا شهردار صدرا. یعنی وای به روزی که منی که ایرانی هستم به دلیل اینکه ایران این زبان آشناس بلدم میام میخونم، بعد از نوشته ها چیزی نفهمم یا ببینم اصلا صحبت کردن و نوشتن اینا عوض شده و عوض غلط. میگه حسینی روحانی بود اسم برنامه‌ای به نام اخلاق در خانواده داشت که این آخوند حسینی با محاسن سفید و چهره روحانی مجری و موعظه میکرد و زیاد هم تماشاچی داشت. نباید این هم مثل اون وقتا قرائتی اولای انقلاب. حسینی بعدها با زنی در هتلی عکسش به دست زنش رسید، زنش هم در آفتابه او اسید کرد تا آلتش را بسوزونه. این آخوند که درس اخلاق میداد فساد اخلاقی زیادی ازش بیرون آمد. خیلی ممنون هم از آقای زمانیان که از ایران نوشتن این بوده و برنامهش این بوده، هم از خوشنودی آقای مجید همشهری و دوست عزیزمون در آمریکا. مرسی. ببینید این وقتی من میخونم نویسنده نباید اسوم کنه، فکر کنه که من همه چیز رو میدونم. به همین خاطر هست که اگه یه جایی مثلا مینویسه گاندو، بعد تو پرانتز مینویسه گاندو همون تمسا همون الیگیتور، در بلوچستان بهش میگن گاندو. ما اینا رو یاد نگرفتیم. میگم آقا طرف دوست خوبمون آقای مانی تناز نویسنده از شاعر اینجا مینویسه، من باید بگم آقا من از نوشته شما چیزی نمیفهمم، تا بعد باید اون دوباره توضیح بده که آقا اینو در رابطه با اون نوشتن. خب این اشکاله که شما نمیتونی نظرت رو به من منتقل کنی. یعنی یه شعری هست بگید دیگه، ای بسا هندو و ترک همزبان، وی بسا فکر کنم مال مولوی باشه که میگه ما که همزبان هستیم زبان هم رو نمیفهمیم، ولی ممکنه دو نفر که همزبان نیستن. و دیگه این روزا میبینید، من تو ترکیه که بودم سوار تاکسی شدم، این آقایه چند تا کلمه انگلیسی صحبت میکرد اینا، بعد یه دفعه یه تلفن دیگه از در داشبورد از در بغلش واز کرد و گفت که اینها گوگل ترنسلیت، و با گوگل ترنسلیت اون ترکی حرف میزد، گوگل ترنسلیت برای من ترکی انگلیسی مینوشت، حتی میتونستی بزنی انگلیسی حرف بزنه، من انگلیسی میگفتم یا مینوشتم برای اون ترکی میشد.
پس دیگه واقعا شدیم همین مایی که زبان همون نمیدونیم، الان همدل و همزبان شدیم، ولی من و شمایی که زبان همدیگر رو میدونیم غریبه شدیم. میگم این احمقی که آمده نوشته شاه 3 دکترا داشت، میگم آقا من فرستادم دوستان رو 20 ساله دنبال دیپلم شاه هنوز نیومدن، تو احمق اومدی میگی شاه 3 دکترا داشت. خب دکتراش حتما یکی مثل این بوده که آقای صمدانی هم میخواست یکی به من بده، گفت یکی هم به علی فرتوس نمیدونم چی دادم، یکی هم به سکویی دادم. گفتم نه 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 آقا، اگه به اونا دادی من نمیخوام. اینم که بعضیا اسمشون از اون امضاها در آوردن همینه، امضا میکنه بعد میبینی یک کسایی میان که میگه نه آقا ما نمیخوام، ما که منظورمون این نبوده. در صورت اون 14 معصوم گویا چیز شدن به فعلا 12 امام، تا حالا بعدش چی بود دیگه، 5 و 2 و فلان اینا داریم. خب اینم از این. بله خیلی ممنون. آقای فرخ هم که هم روانشناسی رو کامل میدونن هم معضلات اجتماعی رو، میگن اشکال از کم فهمیدنه، یعنی یه جوری به من دارن فحش مؤدبانه میدن که میگن تو نمیفهمی، ایشون خیلی میفهمه. یه چیزی بهتون بگم آقای فرخ، احتمالاً اینو دیدید تو فیلم ها، وقتی یه خانم و آقای میخوان از هم جدا بشن، معمولاً اونی که حق داره و میفهمه میاد به اون یکی میگه که میدونی تو خیلی خوبی، منم که نمیفهمم. اینجا اجازه بدید من اینو از برای شما استفاده کنم، شما خیلی با فهمی، با شعوری، با سوادی، من نمیفهمم. ممنون و متشکرم. خب دوستان عزیز، ساعت 3:51 است، بریم ببینیم که بعد از پرونده رسوایی به چی میرسیم. میگه حالا اگر ما آمدیم و همه شجرنامه و تمام کسانی رو که حاصل تجا یه نماینده آمریکایی هست به نام کی اسمش کینگ، فامیلش شاه هست، این تا حالا چند تا حرف به اصطلاح، ببینید اینجا یه چیزی دارن بهش میگن politically incorrect، اصلا یه برنامه هم بود به این اسم که شما بعضی وقتا مجبوری حرفتو عوض کنی که به طرف بر نخوره. من اتفاقا دیروز با یک نفر سر این موضوعی که استیون کینگ نمیدونم چیف اسمش بذارید بیارم براتون، این گفته بود، گفتم نگاه کن این درست میگه، چیزی که هست نتونست درست بیان کنه. دوستان برگردید تاریخ رو بخونید، شما یا باور دارید به آدم و حوا، که اگه باور به آدم و حوا داشته باشید همه ما کارمون خرابه. نمیدونم پسر خواهر، پسر حوا با خواهرش ازدواج کرد که ما دنیا اومدیم، بعد اونا همشون با کازین و فلان اینا، اون چیزی که میشه بی خودی عقب افتاده هستیم ما ملت، چون ازدواج بین فامیل بود. ولی این آقا میگه اگه ما بیایم تو تاریخ تمام اینایی رو که به پسر عموش ازدواج کرده، به دختر عموش ازدواج کرده، یا اینایی رو که ریپ کردن، بچه به دنیا اومده به زور رفته یه کسی رو مجبور به سکس کرده و بچه دنیا اومده، اینا رو بیاریم بیرون، اصلا نسل بشر برداشته میشه. اینجا یه چیز دارم فکر کنم بهش میگن اینسست، یعنی افرادی که مثلا خواهره پسرخ به خواهرش تجاوز کرده، پدره به دخترش تجاوز کرده، پسره به مادرش تجاوز کرده و بچه تولید شده، اینا، این میگه که آقا اینا رو اگر چیز کنی، ولی این نمیخواد، نتونسته بگه منظورش الان نیست، قرن 21 که شما نگاه میکنیم این یه فامیلتون اصلا از آفریقا اومده. این احمق چون مذهبی هم هست و مخالف ابورشن یا سقط جنین هست، این میگه که از قدیم الایام اینجوری بوده، ما داریم پادشاهان ایرانی داریم که برای که خونشون پاک بونده باشه، چون فکر میکردن خون خودشون خیلی پاکه، با خواهر و با فامیل خودشون وصلت میکردن. بعد ما هنوز تا هنوز دهاتی رو داریم که از غیر از اون دهات با دیگری عروسی و ازدواج نمی کنن. بعد برگردید 100 سال عقبتر تو این دهات 3 خانواده بوده، پس اینا همشون اینسست هستن بین خودشون و فامیل و اینها،
و توی دهات ها و توی حتی تو شهرهای بزرگ هم که از تجاوز و به زور یکی رفته ریپ کرده و اینا دیگه نگو نپرس. اتفاقا این مردک این بار یه حرف درست زده ولی نتونسته پالیتیکلی کرکتش کنه، it's politically incorrect و مردم این رو الان خیلی چیز کردن. ترامپ هم چون این ریپابلیکنه و الان اینا به شدت دارن ریپابلیکن ها رو از دست میدن، آمد گفت که این حرف خوبی نبوده زده. خب آقای فرخ میگه که به شما نبودم، شما خیلی میفهمید. خیلی ممنون آقا، من دیگه کسی دیگه ای که اینجا نیست به غیر از من و شما. وقتی یه چیزی می‌نویسی به من هستی، تازه اگه به من نباشی به مردم گفته باشی که دیگه بدترش کردی، توهین تو عمومی کردی. من حقیقتش رو بگم دوستان، اول برنامه نگاه کنید، گفتم یه دوستی قرار بود که وقتی یه چیزی رو میفرسته برای ما یه توضیح بده، اون دوست آقای فرخ، و من امروز صبح می‌خواستم ایشونو بلاک کنم، این کارو نکردم. من اگر یک نوشته دیگه، یک ویدیوی دیگه بدون نوشته نظر خودش باشه که لطف میکنه وقتی پیام میذاره میگه پارسا جون این خیلی ممنون، ولی اگه یک نوشته دیگه، یک ویدیوی دیگه، مثلا ویدیو ایشون میفرسته، خواهرش هم میفرسته، برنامه بی بی سی، برنامه نمیدونم اسرائیل، آقا اینا رو من صبح زودتر از شما نگاه کردم. نمیخوام بگم شما آدم تنبلی هستی زیاد میخوابی، ولی یعنی چی برنامه روزانه یه تلویزیون شما برای این اون بفرستی؟ حالا یه چیزی باشه سوربی جلو دوربین قش کنه، سکته کنه، یه چیز انیوژوال، نه یه چیزی باشه که وانس ا وایل یه دفعه اتفاق افتاده باشه. بله این آقای امید دانا یه دفعه بلند شده بود جلو تلویزیون، خب اونم مثل منم الان ممکنه اینجا کراوات و فلان ولی زیر پایینم شورت تابستونه پوشیده باشم و این خیلی معموله تو تلویزیون آمریکایی هم هست، طرف از بیرون میاد توی استودیو من اینجا نگاه کنی همه کت شلوارام اینجاست، کت و شلوار رو پیرن هر که حمید خوشرویی میاد برمی‌داری میپوشی میای میشینی، ممکنه زیرش شورت باشه. این بدبخت امید دانا یه چیزی از رو میزش افتاده بود بعد هول شد، چی میگن ریاکشن بود دیگه، عکس العمل ناخواسته، بلند شد با شورتش پیدا شد. خب این آقای خوشنودی برای من فرستاد، منم یه دقیقه خندیدم، بعد پیش خودم گفتم خب این اتفاقا برای من میفته، برای دیگرانم میفته، ما نباید اینقدر به اصطلاح بدذاتی کنیم. یا یه آقای یه فیلمی رو چیز کرده مثل من که الان مثلا اینجوری میکنم صندلیمو میارم، خب این صندلی ما روی پلاستیکی است، پلاستیک رو فرشه، همه فرش ایرانیه دیگه، این هی راه میفته میره دیگه، گاهی وقتی خودمون باید بیان عقب. خب من اینجوری که میکنم، حالا یک تونه اینم درست کنید بذارید برای قبر پدرتون، مثلا یه صدای بادی هم از یه جامون میگم آقا مگه شما سوراخ نداری، مگه شما نمیگوزی، مگه نمیچوسی؟ خب اینم بدبخت حالا گناهش برگشته، مجری بوده، دوربینش روشن بوده، یه بادی ازش رها شده. چقدر ما تنگ نظر شدیم و نمیدونم. البته برید تلویزیون‌های آمریکایی هم هست، بهش میگن چی؟ بلیپ، مثل که بهش میگن بلیپ، این اتفاقایی که میفته مثلا طرف داره گزارش میده یه ماشین رد میشه آب میریزه روش، یا در درباره یه پرنده‌ای داره صحبت میکنه میگه این پرنده ها خیلی هم آدم ها رو دوست دارن، پرنده نوک میزنه تو چشمش تو سرش، این داد میزنه جیغ میزنه فوش میده، خیلی ها جلوی دوربین به اصطلاح شلوار خودشون خیس کردن، یا یه اتفاقی افتاده ترسیدن، یا یه طوری شده، بالاخره اینا طبیعته. ولی با همه اینها منم مثل شما مریضم، نگاه میکنم. دوستان عزیز ساعت 3:58 است و فرخ میگه لطفاً بلاک کنید خوشحال میشم. خب برای خوشحالی فرخ عزیز دوستان اجازه بدید آقا فرخ رو اینجا بلاک کنیم تا بله ببینید من یک نمونه از نوشته های ایشون رو به شما نشون میدم که مثلا در عرض صبح تا از چند تا چی میفرسن، بذارید اینجا بهتون نشون بدم. یعنی حقیقتا مثل این مونه که به جایی که از سطل آشغال استفاده کنن ما شدیم سطل آشغال اینا. نگاه کنید هر چیزی هر کسی براشون میفرسه با یک کلیک تق میفرسنش برای اینو. خب یعنی چی؟ بفهم نگاه کنید مهم میای بالاتر صادق زیبا کلام
بعد من براشون نوشتم دوستان، فقط برای که ببینید من وقتی حرف میزنم علکی نمیگم، نوشتم فرخ گرامی کاکو جون، قرار ما این بود که شما اگه چیزی ارسال میکنی نظر خودت رو هم بنویسی، یا اینکه توضیح بدی، توضیح هم چه زشت شده باهای آخر، که این ویدیو یا مقاله درباره چیست. اگر وقت شما گرانبهاست که نمیتونی چیزی بنویسی، خب وقت منم ارزش داره و نمیخوام بیهوده تلف بشه، موفق باشید. ولی ایشون اینجوری که میگه نمیخواد قبول کنه. دوستان برای بلاک کردن هم شما این کار انجام میدید، اسم یه نفر رو میزنید، اینجوری یه جا هم پیدا میشه برای یه کسی که دوستون باشه، عکس قشنگی هم گذاشته اینجا خودشو فرزند دلبندش، و اینجا بله این دوستان این سه خط سه نقطه ای که میبینید کلیک میکنید، بعدم اینجا بلاک میکنید. خدا نگهدارت باشه آقا فرخ، موفق باشی. بله میگه، اینم میگه ساری که دوستتو از دست دادی. نه این دوستان گفت اگر دوستان اینجا آقای فرهاد از ایران میگه آقا مدارا کنید، بلاک نکنید. آقا مدارا تا چه حد؟ قربونت برم، من همشهری سعدی هم، گفت با دوستان با دشمنان مروت، با دوستان مدارا، یا این برعکس فرقی هم نمی کنه. ولی گوش نمیدن دیگه آقا، وقتی یه کسی هی میگی گوش نمیده دیگه، شما به عنوان احترام به خودت جایی که ایشون هست یا جایی که میاد شما راهتو میکشی میری، این راهو کشیدن رفتن میشه بلاک کردن. یک دقیقه هم گذشت از ساعت 4. از همتون خداحافظی میکنم، ممنون متشکرم. برنامه آقای حسن ارشاد رو الان خواهید دید. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید اگر در کشورهایی هستید که شنبه و یه شنبه تعطیل هستن. به امید دیدار شما دوشنبه. مرسی. یک لحظه.